دوستان و بینندگان عزیز، سلامی گرم خدمت شما عزیزان از هر کجای کره زمین که تصویر ما رو دارید. انشالله که خوب و خوش و سلامت هستید. من شهرام پیرعلی هستم از شبکه جهانی تودی تیوی. بار دیگر به منزل‌های شما عزیزان میایم. امروز میهمان من یکی از دوستان صمیمی خودم که 20 سال با او خاطره دارم، یکی از خوانندگان محبوب کشورمون که صدای آنچنانی داره که خودم شخصا عاشق صداش هستم و شخصیت زیباش، پویای عزیز امروز اینجاست. قربانت برم شهرام جان. سلام و خوبی؟ خسته نباشی بهت میگم. مرسی، متشکرم رفیق عزیز و همینطور به تمام بینندگان تلویزیون تودی تیوی، برنامه خوب پیرعلی شو که خودم هم یکی از بینندگانش هستم. همیشه برنامه های پر از هیجان و سوالای جالبی که از مهموناش انجام میده رو دوست دارم و رفیق بسیار بسیار تالنتدی هستش، بسیار هنرمندی هستش و به خصوص در به اصطلاح جلوی دوربین کارش حرف نداره. نام برمانه شما لطف داری، این همه تعریف الان کردی دیگه مجبورم خودم رو بگیرم. اجازه بدید قشنگ اینجا. خب چطوری؟ خوبی؟ قربانت برم، شکر خدا. ما مدت زیادیه داریم روی این کار میکنیم که شما تشریف بیاری، میهمان دوستت باشی. نمیگم دیگه میهمانی تیوی هاوس باشی، نه دیگه، میهمان دوستت باشی. بالاخره یه مقدار کار برد، ولی میگن چی؟ good things come to those who wait. نشد نداره. آره متاسفانه من یه مقدار کمکاری از طرف من بوده، چون بله. بیشتر اوقات یا بیرون از شهر بودم یا مشغول یه سری کارهایی بودم که نتونستم. جهانگردی ها در برای صحبت خواهیم کردن، نتونستم در خدمت دوست عزیزم شهرام جان باشم، ولی امروز دیگه گفتم هر جوری هست باید بیام و در خدمت شما بینندگان عزیزم هست. خیلی لطف کردی، چون که نه تنها من خوشحال کردی، آقای فرزانه دلجو رو خوشحال کردی، خوشحالم. اتاق فرمان خوشحال شده الان. خوشحالم که تمام خودت خوشحال شدی. دوستانم بینیم فرزان جان عزیزم هم چندین سال بود، شاید بالای 10 سال بود. ما من نمیدونستم شما دلجورو... چندین بله. سال هم دیگر رو ندیدیم. بله بله، بالای 10 سالی بود که ندیده بودم ایشون رو و بله. دوباره دیدم ایشون امروز، خیلی خوشحال شدم. عوض نمیشن پویا جانو، میدونی که بله همون جوری خوش تیپ خوش تیپ و اسطوره و هنرمند. بله هنرمند پیشکسوت، میدونی که خیلی پرکار هستن ایشون. بله 100%. یعنی برو روی روزی 14-15 ساعت ماشاءالله، هنوزم ماشاءالله در سنین جوانی انقدر فعالیت دارن. ماها باید یاد بگیریم زنده باشن. حالا ما هم انرژیمون کم نیست. بله شما که شما که اصلا ماشاءالله جهانگرد دنیاگرد و تازه از سفر کجا بود؟ آلاسکا. به به. خب چند روز آلاسکا بودیم؟ من 12 روز. به به. ولی تا اونجایی که یادم میاد گفتی با تمام سفرهایی که من رفتم، تمام کمپینگ هایی که من کردم، یکی از چالنجینگ ترین سفرهام is coming up که آلاسکا باشه. صدر. چرا این سفر پویا اینقدر چالنجینگ بود؟ چالنجاش چیا بود؟ با من و بینندگان اگه بتونی شیر کنی خیلی خوبه. 100%. ببینید چهرام جان، اصلا کلن آره این یه میگم ربطی به کار موزیک و به اصطلاح کار هنری و اینا نداره. این یک قسمتی، یه پارتی از زندگی منه. بله. این یه قسمتی از زندگی شخصی منه و به اصطلاح تبدیل شده به لایف استایل من. لایف استایل. یعنی اینکه پویا لایف استایل. آره حتی به خاطرش حتی من یه کانال مجزا، یعنی یه بله. پیج جداگانه درست کردم همون پویا لایف استایل. بله. رو اینستاگرام. آره روی اینستاگرام و اینکه حتی یه کانال یوتیوب باز کردم براش که بعدا بتونم این ویدیوهایی که در این سفر رو میگیریم اونجا بذارم و دوستان در ایران یا در اروپا هر جای دنیا که هستن دسترسی داشته باشن و بتونن این سفرها رو ببینن، چون برای خیلی ها شاید جالب باشه که بدونن فلان منطقه یا فلان کشور چه چیزایی رو داره، از طبیعتش گرفته، از موقعیت جغرافیاییش گرفته، از کمتر کار کنن، از حیات وحشش گرفته تا سایر مسائل دیگه. و خب خیلی شاید مثلا تو ایران فرصت یا موقعیتی نداشته باشن که در طول اصلا کل عمر
یا حتی در اروپا در کانادا بتونن آره خود ما هم واقعا خیلی ما حتی خیلی جاها رو نرفتیم به خاطر اینکه نمیرسیم، یعنی زندگی و مشغله زندگی اجازه نمیده. بله. و بنابراین یکی از دلایلی که من اینا رو فیلم میکنم، بایگانی میکنم و بعداً برای شما عزیزان در کانال یوتیوب یا تو اینستاگرام هم میذارن، بر واقع برای اینه که شما هم با لایف استایل من بیشتر آشنا بشید که به غیر از به اصطلاح کار موسیقی و کارهای روزمره که انجام میده در پشت صحنه چه میگذره. آره در پشت صحنه چه میگذره. آره اوقات تفریحیش و ایامی که به اصطلاح کار نمیکنه چطوری سپری میکنه. و اینکه خودم چون مدام این برنامه ها رو روی یوتیوب نگاه میکنم، نگاه کردنش ناخودآگاه انرژی خوب و یه آرامشی به همراه داره که من خودم اینو بارها و بارها از دیدن این نوع ویدیوهای کمپینگ و طبیعت رفتن اینا گرفتم و چون خودم گرفتم میدونم یا حس میکنم، میگم شاید بقیه هم همیشه به همین شکل. خب این انرژی خوب تو الان ماها یا شاید بگم سالهاست داره ترانسفر میشه. خود من که میشینم میبینم، حالا چه در منزل هستم، چه تو ماشین هستم، چه سر کار هستم، اصلا آدم یه جورایی احساس میکنه که چقدر زندگی زیباست و لحظات ما انسانها کمه. صد در صد. و اگه بتونیم مثل تو، مثل هنرمندایی مثل تو، مثل انسانهایی مثل تو، اصلا این جنرال بگیم، فقط یه هنرمند نباید یه جورایی بتونه از استودیو فرار کنه یا بگه آقا یه مقدارم زندگی کنم، فقط کار نباشه. خیلی از هنرمندا میدونی که فقط کار میکنن، روز 15 ساعت تو استودیو هستن اکسترا. ولی مهم اینه که یک گوشه کناری در این زندگی ماها، هر شغلی که در زندگی داریم، بتونیم اون به قول معروف گت اوی و اون هابیای خودمون رو بدونیم چیه، کم کم علاقه هایی که تو وجودمون بوده، در قلبمون، در جونمون بوده، بالاخره در یک سنی بیرون بیاد، حالا 25 سالمونه یا 50 سالمونه فرق نمیکنه. 100 درصد. برای همین برگردیم به سوالی که کردید که چرا این سفر آخر یه مقدار چالنجینگش بیشتر بود، یعنی چالنجینگ رو مثلا میگم فارسیشو بخوام بگم ترسناک بود، یه مقدار به اصطلاح سخت‌تر، چالنجینگ میشه سخت‌تر بود، مشکل‌تر. آره مشکل‌تر بود به خاطر این بود که آخرین سفری که ما، یعنی طولانی‌ترین سفری که رفته بودیم سال 2020 بود با همین اکیپی که معمولا با دوستان میریم، چه بچه‌های رفته بودیم خیلی یکیشون از واقعا یکی از دوستان رفته بودیم یلوستون که تو خود به اصطلاح در همونی که من نتونستم بیام، همون که شما نتونستید بنده رو جا گذاشتید. بله ولی خب اون موقع آره 13 روز بود که ما رفتیم در یلوستون، بسیاری که از زیباترین جاهایی که من 100% پیشنهاد میکنم به همه عزیزان برن ببینن، و تمام حیوانات هم مثل و حیوانات وحشی که اونجا بود. ولی خب اون موقع من اگه یادت باشه یه کاروان خیلی بزرگ داشتم مثل اتوبوس بود که با اون رفته بودیم که خب طبیعتا تمام امکانات و وسایل لازمه بود. اونجا بود واقعا مثل یه خونه متحرک یا یه خونه روی چهار تا چرخ بود فاملن. که ما فقط با خودمون اینو برداشتیم و بردیم اونجا. البته بزرگم بود تویا، خیلی 42 فوت بود جا میگه دقیقا. و بعد تازه پشتش هم ما یه جیپ بسته بودیم کشیدیم با خودمون که واقعا مثل یه قطار شده برای خودش که خیلی هم فوق العاده رانندگی سخت شد برای من تا اونجا وایسادن خیلی مشکل. آره مسافت یک مسافت 4 روزه رو که معمولا با ماشین در 4 روز میرن، من انقدر اشتیاق و شوق و ذوق داشتم که برسم به اونجا، این مسافت رو من 2 روزه بدون که بخوابم 2 روزه رسیدم اونجا. یعنی بچه ها همه تو ماشین خوش خوابیده بودن تو اتاق خواب، من همینطور داشتم ملی راننده تریلای توی چند ساعت جاده تا سر جمع. من روز اول تقریبا میتونم بگم 20 خورده ای ساعت اوکی. تنها هم درایو کردی دیگه؟ تنها هم درایو کردم. چرا نمیذاری کسی دیگه راننده کنه؟ برای اینکه کنترل کردن و اصلا روندن اون ماشین به اون بزرگی با اون وزن و خود ماشین 30,000 پوند وزنش بود. مای گاد. و جیپ ماشین عادی میدونی که 3-5,000 پونده. بله تراک های خیلی گنده اینجا مثلا 6-7 تا 7-8 این 30,000 پوند بود. حالا با وسایل توش دیگه حالا بماند و بعد جیپی که ما پشت بسته بودیم کنترل کردن این کبابایی که توش کنترل کردن این ماشین دقیقاً که شما داری یه قطار رو داری میرونه، البته باز قطار رو ریله این توی جاده، این بادی که میخوره از هر طرف، مخصوصا تو جاده 15-15 بادی که در حالت کویر تو راه لاس وگاس داشتیم رد میشدیم، این باد وقتی به این ماشین میخورد، این ماشین با این وزنش
این پر به اصطلاح 35000 پر کاه آره همینطور هی این ور اون ور میشد، یعنی انقدر باد شدید بود. بچه‌ها که داشتن میلرزیدن، بچه‌ها نه اتفاقا بچه‌ها اون پشت خوابیده بودن، برای خودشون به اصطلاح نوشیدنیشون و غذاشون رو میخوردن و تلویزیون نگاه میکردن. چه دوست خوبی دارم. من نشسته بودم برانندگی میکردم و ولی خب تو اون سفر ما این ماشین بود، تمام امکانات بود، دستشوی توالت و همون بود به اصطلاح از لحاظ نظافتی همه چی دم دست ما بود و راحت بود. ولی این سفری که امسال رفتیم با همین اکیپ دوباره چند تا هواپیما عوض کردیم؟ خیلی، ما نزدیک 8 تا پرواز داشتیم همون تو داخلی. بله. خب در خلاصه اگه بگیم از LAX بلند شد، از LAX بلند شدیم رفتیم شهر بزرگترین شهر آلاسکا انکوریج. از انکوریج ما دیگه از اونجا هواپیمای داخلی گرفتیم که هواپیمای اونجا هم همش از این هواپیمای ملخی بود، کوچیک. دیدم کوچیک. آره مثلا شیش رو آب بازیش روی آب بزیش. آره بیشتر، چون اگر دوستانی که حالا آلاسکا تشریف دارن یا اونایی که سفر کردن که اکثرا ایرانیای مقیم لس آنجلس عزیزان معمولا وقتی که سفر خیلیشون رفتن آلاسکا ولی معمولا وقتی که میرن با کشتی با کروز میرن طاملا. یعنی میرن از اینجا یا به سیاتل امریکا بله. یا پرواز میکنن میرن ونکوور کانادا و از اونجا سوار کشتی میشن و این تور آلاسکا رو میرن بله. که این تور 12 روزه است، ان شاء الله امسال میبرم دوباره با خودم. ولی ما با بکپک رفتیم، یعنی با کوله پشتی، با یه کوله. بعد آیا این کوله باری که گم شده بود مال شما بود درسته؟ تنها کوله ای که نرسید و گم شد همون اول بسم الله مال کاپیتان، اولین روز مال خود کاپیتان بود و بیشترین وسایلم تو کوله من بود و به خصوص وسایلی که من شب در اصل باید توش میخوابیدم، چون شب اول که رسیدیم ما یه پرواز داخلی داشتیم که ما رو میبردن در یک جزیره دور افتاده وسط هیچ کجا که گرگ و مرگ گرگ و خرس و هرچی که شما فکر کنید اون تو بود. اونجا با این هواپیما ملخی‌ها روی آب میشستیم و ما رو پیاده میکردن و میگفتن آقا دیگه از اینجا به بعد خودتونید و خودتون، یعنی ما هیچ گونه مسئولیتی، یعنی اگه خورده شدید به دست گرگ یا خرس همه چیز مسئولیتی که من و تو قبلا داشتیم چند هفته پیش، شما باید چاقو رو داشتی گویا نمیدونم اسلحه اسلحه با خودم برده بودم. بله اسلحه رو برده بودی، میدونم چراغ قوه‌ای خیلی بزرگ بود مثل همونی که با خودمون بردیم کمپین. بله و یه سری وسایل امرجنسی و بهداشتی هم مثل که همراهت بود واسه این سفر. همه چی رو با خودم برده بودم ولی باور کن که یعنی باید برای این سفر به کل من هر چی که از قبل داشتم، یعنی من اصلا تقریبا میتونم بگم گاراژ خونه دیگه جا نداره از وسایل کمپینگی که من گرفتم بله و از وسایل‌های مختلف برای خود، چون یه وقتی شما می‌خوای بری کوهنوردی بله. تو کوه می‌خوای چادر بزنی، اون چادری که بالای کوه می‌خوای بزنی فرق می‌کنه، یه وقت وسط جنگل یا بغل رودخونه می‌خوای چادر بزنی اون چادر فرق می‌کنه، یه موقعی می‌خوای تو چله زمستون بری تو برفا چادر بزنی اون فرق می‌کنه. برای همین من تمام وسایل رو گرفتم توی خیلی نمی‌دونن پویا این چادر نمی‌دونن. آره واقعا بعضی‌ها نمی‌فهمن چادر چادره. آره اصلا به این شکل نیست، چادرای هستش که یک فصله هست، دو فصله هست، سه فصله و چهار فصله و در ازای هر فصلی که به چادر اضافه میشه و به کیفیت چادر اضافه میشه قیمتش هم همونجور بالاتر میره، یعنی چادرهایی که خیلی فوق العاده گرونن، یعنی چادرهایی که چهار فصله هستن از همه گرونترن. و اتفاقی که افتاد اینه که شما وقتی حالا خیلی از دوستان در ایران، من میدونم که در ایران به خصوص این سالهای اخیر خیلی مود شده این قضیه دیدم. و خیلی ها میرن کوهنوردی که من خیلی خوشحال میشم وقتی اینو میبینم. خیلی ها میرن صحرا نوردی، خیلی ها میرن جنگل کمپینگ میکنن. خوب تو درشون اثر کرد. قربونت برم. نه حالا من سعی کردم که واقعا یکی از دلایل دیگه که میخواستم بهش اشاره کنم این بود که سعی کردم که با این کار یک خیلی 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 کم خیلی کوچیک یه فرهنگ سازی بکنم توی این زمینه برای عزیزانی که در ایران هستن، چون آدم یه موقعی دیگه اینقدر به اصطلاح پارتی کرده و پارتی میکنه و مهمونی خونه این و اون میره و کارهای مختلف میکنه که دیگه بعضی وقت میشینی فکر میکنی آره نه فکر میکنی که وزن کم وزن نه فکر میکنی که خب من دیگه چه کاری هست که بعضی بعضیا مثلا دوست دارن میرن سوارکاری اسب دارن یا میرن کرایه میکنن یا بعضی یا فوقش قایق یا قایق اتومبیلرانی نمیدونم جتکی قایقرانی اینا همه اینا تو ایران خب بهتریناش هم هست. ولی اکثرا
دوستان میگم اینکه بخوام بیان خودشون با پای پیاده بخوام بیان برن توی طبیعت و به اصطلاح بکپکینگ اینجا بهش میگیم یا با همون کوله بخوام برن یا کمپینگ، حالا میگم کمپینگ هم باز درجات مختلف داره، کمپینگ هاردکور داریم که یعنی واقعا مشکل، کمپینگ لاکچری داریم، آره کمپینگ لاکچری داریم. این کمپینگ که ما رفتیم می‌خواستم اینو بگم که باید به کل تمام وسایل کمپینگ برای این سفر رو A to Z از اول تا آخر من باید دوباره خریداری میکردم. چرا؟ به خاطر وزنش. یعنی مثلا دارم میگم بشقاب کمپینگی که من معمولا میبرم اگر بشقاب معمولی مثلا 100 گرمه برای این سفر باید یه بشقابی میگرفتم که مثلا 20 گرم بود یا مثلا لیوانی که باید میبردم لیوان مثلا از این آلومینیومی های خیلی خیلی نازک حساب تمام این وزن این بگه برای بینندگان کل این وزنی که ما 12 شب بخوایم 12 روز و 12 شب بخوایم توش باهاش زندگی بکنیم کل وزن این بگ شاید فکر میکنم مثلا به 25 کیلو هم شاید نمیرسید. 25 کیلو. کیلو. که میشه چند پوند حدودا؟ به پوند نمیدونم دقیقاً چقدر به پوند میشه. زیر 50 پوند بود. آره. زیر 50 پوند بود. یعنی خب حساب کنید چون اصلا شما 50 پوند فرودگاه که میریم خب میدونید وید لیمیتیشن داره دیگه. شما وقتی بگتو یا چکینگ حد و مرز داره تا چقدر میتونید اینجا چکینگ کنید. بله. کنی. خب مسلماً اوورویت باشه از شما پول اضافه میگیرن 100%. ولی این سفری نبود که تو یا بچه ها بتونن چیزی سنگینتر هم کنن. دلیلش هم بهتون میگم، دلیلش اون وزنیه که باید رو اون هواپیمای کوچولویی که پویا جان باید از آیلند به آیلند جزیره به جزیره باید سویچ میکردن و جزایر عوض میکردن. این بزرگترین چالش و مشکل این سفر بود که شما اگه مثلا بگتون بالای یک وزنی باشه خب مسلماً میگن چی؟ شما نمیتونید. هواپیمای معمولی خب شما رو چکین میکنن و میبرن و مشکلی هم نیست. دو تا سه تا چمدون 100 تومن بزنن. دقیقاً. ولی این هواپیمای ملخی که 4 نفره است یا 6 نفره است اینا طبق حالا به اصطلاح اون تنظیماتی که درون خود کابین دارن، کابین هواپیما دارن، اینا بر حساب وزن حتی وزن خود سرنشین ها را هم میپرسن از قبل. مثلا میگن شهرام اگر مثلا دارم میگم 70 یا 80 کیلوه بله. میاد مثلا صندلی جلو میشینه بعد این نباشه چند کیلو 80 کیلو نه نمیدونم تو این نکنی من به پوند دارم میگم من 170 پوند دارم 170 پوند ماشاءالله ماشاءالله من میدونم شما ورزشکار هستی ولی مثلا میگن شهرام باید در اون صندلی بشینه بعد مثلا پویا اگر مثلا چه میدونم 500 پونده باید اون ته بشینه پویا پونده ببینم مثال بهتر نداشتی نه گفتم اون اگه برعکس بگو خوشتی به خوشگل 200 پونده قربونت برم پویا هم ماساله 200 پونده قربونت برم خب بله خلاصه ولی دوست تا چلنج بود شبا رو میخوام این هم ازت بپرسم بریم سابجکت بعدی میدونم که شبا خیلی سرد شبا فوق العاده سرد روزای مقدار بهتر فوق العاده سرد ولی من دیدم بچه ها تو آب سردم رفتن مجبور بودیم این سخت‌ترین قسمت های این سفر چی بود؟ سخت‌ترین قسمت های این سفر یادت نمیره آره. سخت‌ترین قسمت های این سفر حمامی بود که ما باید در صورت اونم که هر دو ریور همون دیگه خب خیلی سخته چون توی منطقه‌ای هستیم که هنوز یخ آب یخ رودخونه یا یخ دریاچه هنوز آب نشده به تمام کمال یا روبرومون نگاه می‌کردیم می‌دیدیم مثلا قله کوه هنوز پر برفه و این سرما رو در فضای شب یا روز در هر شکلی ما این حس رو این سرما رو حس می‌کردیم. حالا شما فکر کنید در این سرما بعد بارون شدیدی که می‌گرفت بارون خیلی شدیدی می‌اومد بارون سرد همراه با باد سرد با باد خنک. حالا شما فکر کن در همون وضعیت شما می‌خوای بری همون کنه توی کجا توی دریاچه ای که پر یخه آب یخه یعنی دیگه هیچ جوره بیشتر از این نمیتونستی خدازاری کنی ماشاءالله خدازاری که چالش کنه بیشترین چالش این بود خداوند خاف خلقت خب چالش دیگه ای بود چالش دیگه این بود که ما مدام خب توی به فارسیش نمیدونم چی میشه تریلای مختلف یعنی این جاده های خیلی خیلی راه‌های مختلف راه‌های باریک بسیار باریک یعنی اصلا چون در اصل راهی به وجود نیومده شما توی جنگل لابلای بوته‌ها و سبزه‌ها پاتون رو می‌ذارید
چالنجی بعدیمون که خیلی ما رو میتونست تحت چیز داشتین مشدی از این ساتورا هست تق و تق میزنن نه خاطر. چون وزن دارون همشون وزن دیگه, آره دیگه. چیز چالنج دیگه این پویا اونجا برات فدکس کنه بیاد دم جزیره بله. مثل مثلا چیز پکیج ما... یا از آمازون بگ خودمون نرسی شما فکر مشیتی برسه. چالنج دیگه این بود که مدام باید من 24 ساعت حواسم هم به بچه‌ها می بود هم به خودم می بود که آره با خرس رو در رو نشیم بله. حالا گرک جای خودش داره بسیار خطرناکی میتونه خرس های اونجا فوق العاده خطرناکن تو کمپ خیلی گرسنه و بله. خطرناک و بله. براون برز یا همون گریزلی برز بله. که اون یه چالش دیگه ای بود برای من قهوه‌ای بهش آره بله. که باید هم مسئولیت برای خودم باید به اصطلاح قبول می‌کردم و هم مسئولیت برای شبا می‌خوابیدی با هفتیر به دست بود دیدی تو خواب بخوابن تا تکون بخورن تو فیلم آره یه سمت تاریکی صدای مثلا یه چیزی داره میاد یه سمت اسلحه یه سمت هم بیر اسپری او واو اون آره. چیکار میکنه بیر اسپری تقریبا که نمیتونم بهتون بگم 100 درصد بدون شک بیشتر از حتی اسلحه کمک میکنه و تأثیر گذاره. شما وقتی بیر اسپری رو میزنید من فکر نمی کنم همه تفنگ‌ها به خصوصی باید باشه یعنی سایز گلوله باید یک سایز به خصوصی باشه که بتونه اون خرس رو از پا در بیاره اگر حمله کنه. چه سایزی این معمولا اونی که مثلا از پا در میاره اینجا بهش میگن 556 که مال همین ای آره مثل مسلسل میمونه که تقریبا اینقدر مثل اون جسه های قدیم ایران یا مثل کلاشینکوفای تو ایران سایز گلوله ها اونقدره یعنی با شما با یه یعنی دیگه خرسه بخوره دیگه حواسه اینو نمیکنه برگرده پیش پویا دیگه بس دیگه به سایزش هم داره میگم اینو میخواستم بگم اتفاقا همه گلوله ها خرس رو متوقف نمیکنه از حمله ای که به سمت شما داره انجام میده نه چند تا تیر لازمه ولی یا بستگی داره چون استخون بندی به اصطلاح صورت یا خرس اسکلت سرش به این حالته یعنی یه جوریه که اگر تیر بخوره و بره بخوره توی مغزش به خاطر اون استخونه میاد و میره دوباره بیرون تو نمیره متوجه هستید مثل حالا مغز ماها که گیر میتونه بازم آپریت کنه و حمله دوباره آره چون این تیر میتونه بخوره به جمجمش و این دیواره جمجمه چون یک همچین شیپی رو داره میتونه این تیر بره بیرون و تو خود مغز نره به اصطلاح مثل مغز مثل ما آدم ها نیست که یه دونه بخوره تمومشی بره خرسه دوتا تیر خورده نبوده و زخمی همینجوری مثل و همچنان داره میاد آره برای یوتیوب میمینی تو اینستاگرام خیلی ویدیوهاش هست به کسی نکنه تیر زدی خرسه ویدیوهاش هست آره گله خورده و همچنان داره سمتت میاد و داره چارجت میکنه و بهت هم انقدر هم سریع ظرف 3-4 ثانیه بهت میرسه یعنی انقدر سریعه بله. برخلاف بهشون نمیخوره ولی برخلاف چیزی که مردم در مورد خرس حالا دارن فکر میکنن که این چون جثه سنگینه نمیتونه بدوه بسیار آره بسیار سریع و ظرف 3-4 ثانیه که میده راست و شنگیر آره بالا سه شماره به قول امریکایی در good climbers یعنی کونورد چیز درخت در کونورد بعضی موقع میدونی که آره. دارن بکشون رو سکرچ کنن آره آره درخت رو راحت اگه فکر میکنی میتونی بده بالا قایم میشه اونم نمیتونی برای همین این اسپریه خیلی بیشتر کمک میکنه مثل چیز دیگه که خانوما مثل آره اسپری فلفله که بسیار بسیار این به اصطلاح این مواد اولیش یا موادی که باهاش اینو ساختن نسبت به تمام اسپره های دیگه فلفل دیگه بسیار قوی تره شما فکر کنید اگه مثلا دارم میگم در یه دونه از اسپرهای معمولی که شما در طی روز برای امنیت خودتون خیلی از خانم‌ها تو کیفشون آره میس تو کیفاشون با خودشون حمل میکنن و اینا حالا نمیدونم تو ایران باشه نه شنیدم تو ایران غیر قانونیه ولی اینجا هر کسی میتونه اجازه داره که یک همچین چیزی رو در کیف خودش مخصوصا برای خانم‌ها اینجا خیلی همیشه توصیه میشه که همیشه با خودتون یه دونه از این اسپرهای فلفل با خودتون داشته باشید که اگه خرس دنبالشون کرد یا گرگ اینجا تو شهر گرگ به سبک آقایون آره اینجا مخصوصا لس آنجلس گرگ آره گرگ زیاد گرگ زیاد داره مخصوصا خانمای خوش لس آنجلس گرگ زیاد داره به جای خرس ممکنه نیاد سراغشون ولی گرگ زیاد میاد لس آنجلس هم گرگ زیاد داره هم کوسه میزنن و میرن بله اون که 100 درصد خب بینندگان عزیز یکی از فیوریت ترین آهنگ های منو از پویا عزیز دوست خوب صمیمیم اگه گفتی کدوم انتخاب کردم برات من البته ریکوست من بوده دیگه قطره باران دیگه قطره باران خیلی دوست دارم
همه فنات، بینندگان، همه دوست دارن این آهنگ در دل همه ایرانیان دنیا نشسته. خوشحالم. با هم دیگه قطره باران رو نگاه میکنیم و برمیگردیم با پویا گردیم. قطره بارانم من، یکی هستم ولی یک از هزارانم، در پی پیوستن به جمع یارانم. قطره بارانم، قطره بارانم، فکر همراهی با سیل خروشانم، فکر تشنگی گلها در گلستانم. قطره بارانم، قطره بارانم از تبار نورس امیدوارانم، عاشق هر ذره ای از خاک ایرانم. قطره بارانم. برمیگردیم با شما عزیزان و هنرمند کشور پویای عزیز، دوست خوب و صمیمی. خب این آهنگ چقدر قشنگه، یعنی هر لحظه ای که این آهنگ رو گوش میدی هنوز به دل همه ایرانی ها میشینه. چه سالی اینو ساختی پویا؟ 2000 دقیقاً. خب سالی بود که میگفتن که آقا الان 2000 که میشه، میدونی که The Big Apple آمده بود، تمام کامپیوتر سیستم همه برنامه شدن، بی خودی اون موقع نگران میشه واقعا. خب 2000 ساخته شد، آهنگ به دست، شعر به دست استاد جان بخش پازوکی، به به، و تنظیم از آقای کاظم عالمی. بله. بعد 2000 میوزیک ویدیوش هم آیا در لس آنجلس گرفته شد؟ میوزیک ویدیوش هم همینجا گرفتیم. درسته. بله. و در ماه دقیق بخوام بگم دقیقاً 22 فوریه 2000 اومد بیرون این کار. آیا یکی از فیوریت آهنگ‌های پویا هم هست قطره باران؟ چون که خیلیا تو رو دوست دارن ولی قطره بارانو خیلی زیاد دوست دارن از پویا. من همیشه زیاد از حد رو راستم، باید راستشو بگم. باید راستشو بگم. حقیقتا این آهنگ انتخاب من، میدونم با کی طرف. آره. این آهنگ انتخاب من نبود. آها. یعنی انتخابی نبود. خب که انتخاب کی بود؟ اینو خود استاد پازوکی گفتن که تو باید اینو بخونی. یعنی چه جاله؟ بله. یعنی خب چون دست ایشون در آره بکنه. چون من از لحاظ سنی هم خب خلاصه یه جوری بود که چند سال بود اون موقع؟ شما برگرد، من الان 48 سالمه دیگه، شما برگرد میخوای بگی مطمئنی؟ آره. فکراتو کردی؟ نه گفتم اینجا چل... اینترنشنال تی وی ها همه دنیا میبینم. گفتم 48 سالمه. من توصیه میکنم مثل من نگو، اگه میگی از دقیقا بگو 32 سالمه. نه خیلی بابا فرق. نه من 32 نمیخوره رفیقه. به شما 25 بیشتر نمیخوره. I love you. چی داشتم میگفتم؟ یادم داشتی میگفتی استاد پازوکی. بله استاد پازوکی گفتن که پویا باید بخونه اینو. آره شما باید اینو بخونی به خاطر اینکه مبریش انقدر بد نیست. محتوای آره محتوای شعر یا ترانه از دهان یه جوونی که داره اینجا بزرگ شده یا داره بزرگ میشه یا مهاجرت کرده اومده اینجا. یعنی اون موقع 28 بودی؟
چیه؟ 28 سالت بود اون موقع. نه بابا کمتر. 20 سال پیش دیگه. آره 23 سال پیش. 23 سال پیش. خب گفتی 20 سال. 23 سال پیش نه. 23 سال پیش. گفتم 23 سال. خب پس 24 5 سالت بوده. آره 24 سالم بود. 24 سالم بود. و اینکه هر سالی که میگذره این کار برای من هی عزیزتر و عزیزتر میشه. روزهای اول خودم ارزش و قدر این کارم رو، یعنی به خصوص این کار قطره باران رو، انقدر نمیدونستم که الان میدونم. الان به خاطر شرایط سنی یا احساسم نسبت به تک تک اون واژه ها یا اون کلمات یا به اصطلاح اون کانسپت اون ترانه نسبت به ایران، نسبت به این وقایعی که اتفاق افتاده و تمام این چیزها باعث شده که این ترانه برای خود من رفته رفته یکی از همون ترانه‌هایی که شما میگید باعث شده، یکی از سوگلی هام و باعث شده که روز به روز بیشتر دوستش داشته باشم دیگه. حالا دیگه فکر میکنم پویا اولین باری که خوند چند سالش بود؟ اولین باری که احساس کرد به هنر علاقه داره، به موزیک خیلی علاقه داره، به شعر علاقه داره، یا احساس کرد قشنگ میتونه یک شعر رو بگیره در مایند خودش، در فکر خودش زمزمه کنه؟ چند سالش بود پویا؟ اولین بار 7-8 سالم بود. 7-8 سالی؟ آره. ایران بودی؟ ایران بودم. کجای ایران؟ شمال بودم. بچه کجا هستی؟ بندر انزلی. به به، با افتخار. و طبیعتاً هم شمال بودم هم جنوب، در بندر بوشهر زندگی کردم چندین سال. هر دو رو در دست داشتم. هر دو رو داشتیم. آره، هم شمال هم جنوب. خب و سوالتون چی بود؟ امروز فکر کنم این دومین بار داره این کارو میکنه. من بهتون گفتم من میخوام ببینم شما حواست هست یا نه. ولی ببین، نه گفتی که چند سالت بود اومدی. گفتم که وقتی که احساس کردی پویا میخواد اولین باری که پویا میخواد موزیک رو ارائه بده در وجود خودش. ببین هر خواننده و هر هنرمندی، حالا مهمه اینجا باید درباره صحبت کرد، من باور میکنم که یک جرقه ای در هر انسانی هستش. خب من و تو الان 20 ساله با هم دوستیم، شناخت داریم تا مقداری رو هم دیگه. من میدونم که پویا از 7-8 سالگی شاید عشق و وجودش بوده که بخونه و صداش هم داشته، هنرش هم نه بذار خودم رو تصدیق کنم. اون جرقه که شما در ازش صحبت میکنی در وجود تو نه. میاره اون جرقه که شما در ازش صحبت میکنی اون در سن 17 سالگی در من به وجود اومد. آره از 7-8 سالگی میخوندم. خب ولی میخوندی کجا میخوندی آخه؟ مثلا توی محافل مثلا خانوادگی یا توی عروسی ها آره و من یادم میاد موقع مثلا اون موقع خوشتیپ که موقع بچه بودم اصلا نمیشه بهش بگه خوشتیپ. یه بچه خیلی خوشگل و خوشتیپ. نه تا من بچه بودم خیلی زشت بودم فکر کنم. شوخی میکنه والا. ای پس آره. چی شد؟ خیلی لاغر بودم. خیلی لاغر بودم. چی شد؟ فکر کنم رفته رفته الان پروداکت به این زیبایی و خوشتیپی و هنرمندی چه جوری از یک نه زیادی لاغر بودم خیلی عکسام هست حالا بعضی وقت اصلا میبینم میگم الانت میخوردی شکلن شمایتل یا نه؟ همه میگن آره ولی خودم خب. فکر میکنم خب خیلی تغییر کردم رفته رفته. خب بعد سالها گذشت در 17 سالگی سالها گذشت اون موقع من اصلا به خوانندگی فکر نمیکردم چون در ایران اون موقع اصلا این چیزا رواج نبود و نمیشد اصلا نمیشد. خانواده ها اصلا قبول نمیکردن اصلا. بله. این چیزا رو عیب میدونستن. حتما یا باز دکتر میشدیم یا مهندس میشدیم. در سن 17 سالگی در اروپا من این حس رو گرفتم. کجای اروپا؟ خب اون موقع من نروژ بودم. خب پس شما با پدر و مادر با خانواده؟ بله با خانواده موف کردین به نروژ. بله. چند سال اونجا؟ من از دیگه از 12 یا 13 سالگی از ایران اومدم بیرون. اوکی. بعد چند وقت اومدم بیرون؟ یه 3 سال ترکیه بودم. ترکیه؟ آره. استانبول. بله. بعد بقیهش دیگه یه 7 سالی نروژ بودم و بعد که سیتیزنشیپ اونجا رو گرفتم، یعنی پاسپورت اونجا رو گرفتم، سریع رفتم لندن. لندن؟ آره. رفتی زیر بارون دوباره؟ رفتم زیر بارون. عاشق خیلی خیلی. یا تو کمپینگ بارون پیدا می‌کنی میری لندن؟ آره من عاشق پاییز و زمستونم، دو تا فصل فیوریت من. اینجاست که من و تو با هم دیگه فرق داریم. من اومدم لس آنجلس 6 سال پیش برای چی؟ برای آفتابش. آفتاب، بیچ، پام تری، دریا. دقیقاً. برای دوستان خوبی مثل خودت ببرنم کمپینگ.
آوتدور رو بهم بیشتر یاد بدن چجوریه. ما اونجا زیر ابر و بارون بودیم در اتلانتا. آره اتلانتا هم بارون بود. آره اومدم میمانم بودی. خوندم بودم در کنسرت ها شرکت کردی. آره. و خاطرات زیبا ازش داریم. بله شهرام جان گفتی ببیننده ها و هوادارتون میدونن دوست قدیمیم بگم. اوکی ایشو حالا من یه خورده از ایشون تعریف کنم. نه تعریف نه. اصلا جریان آشنا شدن من با شهرام جان قبلا تنها ترین میتونم بگم تنها ترین یعنی فقط یه دونه ازش بیشتر نبود برنامه گذار تو آتلانتا داره. تنها برنامه گذار شهر آتلانتا در امریکا شهرام جان بود و تمام خواننده ها یکی دو تا دیگه هم بودن یه جورایی نه یه دونه نه واقعا فقط شما بودی و آقای جعفری بودن. ولی خب شما سلامت باشن هر جا سلامتی شما خیلی فعالتر بودید. بله به خاطر اینکه حالا یه مقدار از لحاظ سنی با خواننده‌های جوان‌تر هم بیشتر باند بیشتر شاید میکرد. آره بیشتر کانکت میکردن. آره و خدا بیامرزه واقعا روح شاد. آره اینجا صحبتش هم داریم میکنیم با شهرام. چقدر شما رفیق بودی با شهرام کاشانی. یعنی من فکر میکنم از لحاظ اینکه با کدوم یکی از این خواننده ها شهرام بیشتر جفت و جور بود با شهرام بود. یعنی با شهرام خیلی خاطره داره. داداشی بود دیگه. بله و ما اولین بارم که رفتیم اون موقع مثل الان نبود که برای خواننده ها به اصطلاح هتل گرفته شه یا مثلا نمیدونم هر موزیسین اتاق خودش رو داشته باشه. اون موقع اصلا اینجوری عرف نبود. اون موقع عرف به این شکل بود که اتفاقا شما خواننده رو یا هنرمند رو میبردی منزل خودت برای اینکه نشون بدی که چقدر بیشتر داری بهش ارزش میذاری و احترام بهش میذاری که بردی خونه خودت اون هنرمند رو. اون موقع اینجوری مود بود. اصلا هتل اگه میبردید به اصطلاح بد به حساب میومد و کار قشنگی نبود. خلاصه ما کار قشنگی کرد. اولین بار رفتیم منزل شهرام جان. اونجا به این شکل آشنا شدیم که یک خونه بسیار بسیار ویلایی بزرگ خیلی جای باصفا سرسبز جنگلی چقدر حیات باصفا خونه خیلی خوبی بود و ما اونجا چندین روز ما اونجا مهمان شهرام جان بودیم به اتفاق خدا بیامرز شهرام کاشانی و شهریار. آره و ما ستا حامد جان دوست دیگه هم بچه دیگه هم بودن. آره دیگه تمام ما ستا خواننده بودیم که هر ستامون گروه و بندهای خودمون رو با خودمون برده بودیم. شاید بهتون بگم اگر اقرار نباشه 22-23 نفر ما تو خونه شهرام. یعنی شما فکر کنید که چقدر خونهش بزرگ و درندش بوده که ما 22-23 نفر اونجا تو اون خونه میتونستیم چندین روز بمونیم و همه هم راحت اتاقای خودشون رو داشتن و میخوابیدن و صبح ها میشدیم و چه اتفاقایی که نیفتاد و یه اجرا هم بیشتر نداشتیم. یعنی در اصل یک شب اجرا داشتیم ولی اینقدر اون چند روز اونجا بهمون خوش گذشت. از پذیرایی خوب شهرام جان بگیرید و اگه اشتباه نکنم خانواده عزیزتم محترمتم اونجا بودن اون موقع. بله. و خانواده محترم شهرام جان رو هم دیدیم و کلن این داستان آشنایی من و شهرام مال چند سال پیشه؟ 20 سال دقیقاً. دقیقاً قبل از اینکه بیام تو استودیو امروز داشتم فکر میکردم گفتم که خب برنامه پویا رو من میخوام الان بنویسم برای اجرا. خاطراتمون هستش، قسمت شهرام کاشانی هست که اصلا باعث دوستی من و توی باعث آشناییمونه، باعث همکاریمونه. درسته. شهرام دوست و برادر بود. میدونی که چقدر لوچی بود، خونگرم بود، عشق میکرد، دوست داشت همه رو با همدیگه آشنا کنه. داره. به همدیگه حال بده، به مردم عشق ببرزه و دلیل اصلی آشنای ما هنرمندی مثل شهرام بود. صد درسته. که دیگه به اتفاق کنسرت رو اجرا کردیم با خودت، با شهیاد عزیز و یک خاطره‌ای که هنوز باورت میشه. حامدینا، بچه ها، فیلیپ، کارلو، امیر که الان نروژ زندگی میکنه. اصلا این همه سال ازش گذشته و همچنان صحبت میشه در موردش. این همه سال گذشته و هنوز داره درباره این سفر و این سفرها بین ماها. چون بله. کنسرت های دیگه هم شماها داشتی، تو داشتی، شهرام داشتی. من سان فرانسیسکو رفتیم، دالاس رفتیم، نیویورک رفتیم. خیلی بله. خیلی خاطرات هستش بین بله. ماها که خب ورقچه خاطرات رو که ورق میزنی برای انترتینمنت این چیزیه که من در قلبم در دلم
از شماها دارم و جای بسیار بسیار اسپشیالی در قلب من داره. و اینو نمیگم چون که امروز میهمان برنامه‌ام هستی، بلکه دوست خوبی هستی، انسان خوبی هستی، خودت خیلی دست و دلباز هستی، خیلی با معرفت هستی. توی لس آنجلس من اینجا همیشه گفتم ما روک حرفامونو میزنیم، سانسور نداره برنامه‌های من. توی لس آنجلس آدم‌های بد زیاده، مثل بقیه دنیا، فقط هم لس آنجلس نیست، ولی اینجا بیشتر، ولی اینجا بیشتره. همونجوری که گفتی شارک‌ها و کوسه‌ها هستن اینجا، باید هم از پشتت شیلد بذاری هم از جلوت و مواظب باشی وقتی راه میری، که نه از پشت بزنن نه از جلو، از بغل هم حالا دیگه باید ششه کار کنه. اینه که برای من خیلی کادوی زیبایی بود که روزی که تصمیم گرفتم به لس آنجلس بیام برای فعالیت‌های هنری و تلویزیون و کنسرت و برنامه اجرا کنیم برای هنرمندانی مثل خودت یا دوستان عزیز دیگه، بدونم که خدا رو شکر من 20 سال رفیقای صمیمیمو دارم. بله. و اگر که رفیقای عزیزمو در اتلانتا از دست میدن، یک سری رفیقای دیگه هم در این بره دنیا من دارم که تونست لس آنجلس رو تا حدودی برای من یه مقدار زیباتر و آسونتر بکنه. بله. که چند اون حس دلتنگی خونه یا اینکه حس غربت رو دیگه برات نداره وقتی یه جای جدیدی میری و یه کسی رو میشناسی. اینا من کاملا درکت میکنم، چون من خودم وقتی اولین بار اومدم لس آنجلس و موقع کسی رو اینجا نداشتم، خودم بودم و تنها 1998 اومدم، بعد دوباره برگشتم، دوباره تو 99 باز برگشتم اومدم که کارو انجام دادم. اولین بار 98 بود و یه ذرم واگیره، خاکش میای توش دیگه سخته. بهت بگم با آب و هوا و دریا و بیچ و اگه دیگه هر روز بلند میشی زیبا و برایته، البته ماینس این سال اخیری که داشتیم. البته اگه اون موقع عقل الان رو داشتم هیچ وقت از اون پامو نمیذاشتم توی خراب شد. البته الان هم یه جورایی شما اینجا نیستی جناب پویا، الان هم یه جورایی شما گذاشتم اصلا نگه از این شهر رفتم خدا رو رفتم راحت شدم. بگیم کجا این برای راحت شدم. آره من موف کردم رفتم نیوپورت بیچ. نیوپورت بیچ هم آره. چقدرم خوشگله. من فیوریت جام در اورنج کانتی نیوپورت بیچ هم. بله. بعدم لگونا. بله. آره. یه جای خیلی به آمریکا توریه به اصطلاح. تازه اونجا آدم حس میکنه که تو امریکاست، همسایه‌ها همه کاملا همه آمریکایی هن. همه آمریکایی هن. آره. نه ایرانی هن، نه ارمنی هن، نه آره، ایژن آره، هیچی، نه ایرانی، نه چشم تنگ، نه به اصطلاح آفریقایی، نه چشم باز، نه چشم بسته، هیچی، فقط آمریکایی های خالص خالص اونجا. آمریکایی های خوبی هم هست و آمریکایی های درست سال کوالتی هست، برعکس خیلی از جاهایی که آمریکا واقعا بهت بگم ترش داره، اشغال توش زیاده، که خیلی هاشون کرایم و جنایت رو واقعا در آمریکا در دست دارن. بله. اصلا صحبت پوست و رنگ پوست رو نمی کنیم، چون که در هر نژادی در هر رنگ پوستی این کرایمی که جنایتی که آمریکا، من همیشه دربارش در برنامه صحبت میکنم داره. ولی چقدر آدم کوالتی در اورنج کاونتی هست خیلی. و مخصوصا خود آمریکایی‌های اصیلی که داره خیلی آمریکا، مخصوصا تو اون حالا منطقه‌ای که ما هستیم، تمام همسایه‌ها همه آدمای به اصطلاح درست حسابی، یعنی ما اصلا نه یک صدایی از اینا ما میشنویم، نه اونا اصلا قاسم میرن قاسم میان، اصلا سرشون تو کار خودشونه، هیچ کاری ندارن. ما مثلا همسایه بغلیمون اصلا شاید توی چه میدونم 6 ماه گذشته دو بار دیدیم، اونم فقط وقتی داره از گاراژش از گاراژش میاد بیرون یه سلام علیکم توی ماشین اینجوری میکنه و اصلا آره کاری با هم دیگه نداریم و نه اون با ما کاری داره نه ما با اون کاری داریم، نه اون برای ما مزاحمتی ایجاد میکنه، سر صدایی داره نه ما. ساعت 7 8 شب عین خودشون، ما هم 7 8 شب دیگه میگیریم میخوابیم، چون 6 صبح باید بلند شیم بریم ورجت سر کار و زندگی و رباتیک آمریکایی من بهش میگم. نه اتفاقا دودی من نیستم، چون که من 12 شبیه‌ام. خب من اونجوری بودم. ولی خب چی شد من؟ اونجوری بودم و بسیار یعنی بسیار شب شب باید بخوابی؟ من الان اگر مثلا دارم میگم اینتری تموم بشی سریع برمیگردم خونه و 8:30 من تو بدم. شوخی نه. باور کن من ساعت 8:30 تو تخت. بعد 3 صبح بیدار میشی؟ نه من 6 صبح بیدار میشم. اگر یعنی شما بایستو ببینم شیگه که شد 10 ساعت خواب که خب نه دیگه من 10 ساعت رو باید بخوابم. من اگر یک دقیقه زیر 10 ساعت بخوابم تمام روز میدونی که شهرام شفره چند ساعت میخوابه؟ تمام روز پاچه میگیرم. میدونی چند ساعت میخوابه؟ نه
شهرام شپره 14 ساعت ماشاءالله. ماشاءالله. با سفری که با ایشون داشتیم، افتخار اینو داشتیم با شهرام جون چندین سال پیش در راه باهاماس برنامه داشتن در میامی، بعد رفتیم باهاماس دیگه. شهرام جون خب خیلی خاطرات گذشته و داستانا و ایرانو گفت، ولی گفت من روز 14 آقا ما هر روز رو کشتی دنبال شهرام بودیم، ساعت 4 بیاین دنبال من، ساعت 3 بیاین دنبال من. گفتیم خب شهرام جان منظورتون صبح؟ گفت نه عزیزم 4 بعد از صبح. گفتم شما تا 4 خوابی؟ میگم بله. گفتم خب این که خواب شد تمام نصف رو. من عاشق خوابم، چیز سلامتی. آره من عاشق خوابم. این اگه بخوایم جدول بندی کنیم بین مثلا خواب، غذا و مسافرت، خواب اوله برای من، بله، بعد مسافرت، بعد غذا. خب من رفتم، کاری با من نداری؟ من. چطور؟ ما از این در این لحظه اینجوری به هم نمیخوریم، برای اینکه اول باید بگی غذا. نه نه اول خواب. آخه کی پیدا میشه اول؟ اول خواب. ببین یعنی بیخوابی وقتی بزنه اصلا دیگه حاضری که من میتونم گرسنگی رو تحمل کنم، ولی بیخوابی رو اصلا تحملش رو ندارم. جناب پویا، فیوریت آهنگ های خودت در طول این کریر زیبات، اگر که انتخاب کنی بین آهنگ تند، آهنگ یواش اسم شما میذاریم ایرانیا، این 4-5 تا از فیوریت آهنگ های فیوریت پویا کدوم هاست اگر انتخاب کنی از بین اینها؟ میخوام فنات که دارن برنامه را هر کجای دنیا هستن میبینن بدونن حداقل خود فیوریت سانگ های پویا چیه. سوال سختیه، میگم سوال سختیه، برای همین سوال میکنم. پدر مادر بپرسید کدوم یکی از بچه‌ها تو بیشتر دوست داری؟ معمولا یکیشون، ولی به قول شما معمولا یکی دو تاشون یه خورده سوگلی ترن. برای همین منم طبیعتا اگه بخوام بگم، آیا قطره باران هم هست؟ ما بدونیم قطره باران هست. آهنگ بنده، بله 100% قطره باران هستش از سوگلی های خودم، ولی آهنگ فاصله رو خیلی من دوست دارم. فاصله که ویدیو هم داره، آهنگ فاصله که از فیوریت های خودم هستش. آهنگ قرص خواب 100% قرص خواب، بله. و آهنگ فردای خوب توی حالا شادای خورد تقریبا بخوام بگم فردای خوب، بله. یکی از فیوریت های خودم هست. احساس، احساس، احساس که یکی از تاپ تری، یکی از اونها احساسه برای من. اولین چیزیه که یک خواننده لازم داره برای خواندن، برای احساس، بله. یا شعر گفتن، بله 100% هستن دیگه. یکی دوتا چند کار دیگه هم هستن که الان من حضور ذهن ندارم، ولی هستن. ولی اینا میتونم بگم کارهایی که الان دارم ضبط کردم و قراره که تا از هفته آینده شروع کنم به پخش کردنش. کارهایی هم که هنوز نیومده بیرون سوگلی و فیوریت خودم شدن. به به به، چند تا حدودن؟ من به اندازه الان شاید بگم نمیدونم دو تا آلبوم من کار دارم. دو تا آلبوم ولی کامل. یه آلبوم میاد بیرون دیگه. نه اصلا میگم به اندازه دو تا آلبوم، آره به اندازه دو تا آلبوم، به اندازه دو تا مجموعه من کار دارم. یعنی مثلا شما فکر کنید 10-12 کار ضبط شده آماده برای پخش دارم، بله. ولی پخش نکردم چون میگم همش این اتفاقات جوم درست نبود دیگه. حالا جو اصلا درست نبوده، بله. کرونا و بعد دیگه شلوغی های ایران و اینا و اصلا دل و دماغ کار تولید کردن یا پخش کردن نبوده. بعد اومدم فکر کردم با خودم، نشستم گفتم آلبوم اگه بدم الان دوستان سری دو هفته ای گوشش میکنن دوباره میگن هفته سوم آقا کار جدید نداری؟ میگم ببین قربونت برم، $200,000 ریختیم توی این سی دی، توی این آلبومه، چه خبره؟ مگه تمبره که شما توپ بزنی پشت پاکت بذاری بیندازی تو صندوق؟ اینا زمان میبره تو به اصطلاح از لحاظ اقتصادی، واقعا از لحاظ اقتصادی زیاد مرغوم به ضربه نیست، کاملا. مخصوصا وقتی که به اصطلاح از یک بیزنس دیگه شما در میاری و میاری در موسیقی خرج میکنی با سرمایه شخصی، با سرمایه شخصی منظورم، بله. بیشتر همینه دقیقاً، کاملا. چون هنرمندا یا اسپانسری وجود نداره، آره کسی نیست، آره هنرمند خارجی اسپانسرای گنده دارن، هنرپیشه‌های خارجی اسپانسرای گنده دارن، نام سونی، کمپانی سونی کلمبیا، بله. و و و و هزار تا دیگه، آره پشتشونن تو هالیوود، پولای آنچنانی میدن، اسپانسرای آنچنانی میدن. خواننده ایرانی یا هنرپیشه‌های ایرانی، بله. هر چی هست خودشون باید این کار رو انجام، بله. بدن. برای همینم هم هستش که پویا جان از 400,000 تا خواننده‌ای که در سال میاد فقط 4 تاشون میمونه.
بله. از 40,000 تا خواننده‌ای که میاد 40 تاشون ماندگار میشه. بله. برای اینکه هم اجرا رو دارن، هم صدا دارن، هم حالا پرزنتیشن دارن، ولی خب تازه جدیدن بهت بگم صدای آنچنان هم زیاد لازم نیست دیگه، چون الان اصلا صدا لازم نیست انقدر دیگه، شما الان خرج کن فقط، الان سر و صدا فقط لازمه، بده باریکالله سر و صدا رو بردیو، شعر و آهنگ خوب بگیر و خب یه اجرای کوچیکم داشته باشی، خب اصلا ممکنه همون گل کنه. الان اصلا شعر و آهنگ نمیخواد اصلا، نه صدا میخواد نه هیچی. الان شما میخوای کارت بگیره، الان این موده، یعنی اگه من الان اومده بودم سال 99 نیومده بودم در اون زمان، الان اگه اومده بودم الان یه آلبوم فقط و فقط فوش خواهر مادر. آره دیگه، نه دیگه، نه جدی میگم، باور کن شهرام، خدا شدی میگیره الان اینه، یعنی به طرف فوش میدی، فوش خواهر مادر میدی، دست میزنن برات، هورا میکشن، میگن با ایشالا چقدر هنر زیباست، از اون بالا مثلا طرف یه چیزی نثار یکی از مثلا چه میدونم، خدا شده الان فوش میدی کارت میگیره. آره الان فوش بدی، الان این موده، اصلا صدا نمیخواد، آهنگ نمیخواد، شما فوش بده مردم برات دست میزنن. نگرش دار همینجا، همینجا نگرش دارم، سابجکتی که ما خیلی درباره صحبت داریم. اجازه بده بینندگان عزیز یکی دیگه از آهنگات هم ببینن به اسم خداحافظی. آهنگ خداحافظی رو با شما بینندگان عزیز تماشا میکنیم. چه فایده فوش توش نیست، اذیت نکن دیگه، کار دارم با درباره این موضوع. آهنگ پویای عزیز رو تماشا میکنیم، برمیگردیم با شما عزیزم. خداحافظی کردی یک جوری که انگار دیگه بر نمیگردی، عشقات شده بود سر یک جوری شیخ ترینه
اینه بار غم روشونه بردمش تا خونه جای خالی تو دیدم عشقاشو نشونه میدونم که پس از تو دلم تنها میمونه دلم تنها میمونه. دوستان بینندگان عزیز، برمیگردیم با شما عزیزان در شبکه جهانی تودی تیوی. من اینجا با هنرمند گرامی دوست عزیز پویای عزیز هستم. آقا چقدر زیبا و قشنگ بود این آهنگ. مخلص. ولی گفتی یه چیزی توش نبود. گفتم فوش توش نداشت، چه فایده. منم یه جورایی فکر میکنم این کالچر ما، فرهنگ ما یک استپ خیلی بزرگی با این زن زندگی آزادی Women Life Freedom برداشته. چرا؟ برای اینکه ما اومدیم، خب از دست رژیم همه ناراحتن، تمام ایرانیان صداشون رو به گوش دنیا رسوندن برای هموطنان عزیزمون که در کشور هستن. ولی یه تاچ کوچیک که بکنم، این فوشه یه ذره روال شد در فرهنگ ما. چی بود جریان این فوشه؟ والا من از موسیقی شروع شده، دکتر بعدن رفته توی بیان مردم. آره، دکتر روانشناس یا روانکاو یا مشاور خانواده نیستم که بخوام به اصطلاح نظر کارشناسانه خودم رو بگم. ولی به اندازه نالج خودم، یعنی به اندازه عقل خودم، به اندازه فهم و درک و شعور خودم، چیزی که من فهمیدم در طی این 10 سال گذشته اینه که ببینید در یک جایی از این زمان کشور ایران مثل سایر کشورهای دیگه در آسیا بایستی از لحاظ استانداردها میومد و کنار کشورهای دیگه قرار میگرفت. ببینید حالا نمیخوام زیاد این بحث رو باز کنم، چون میخوام زودتر برسم به اون مقصودم از این که چرا آره چرا اصلا این به اصطلاح این فوشا و اینا چی شد، چون یه دونه دلیل نداره. یه جورای مردم منتظر بود. نه یه دونه دلیل نداره. ببینید یه دونه دلیل نداره. همین امریکایی که ما داریم توی زندگی میکنیم، همین امریکا این آدما رو آوردن گذاشتن اونجا. انگلیس، همین آدمای انگلیس آوردن اینا رو گذاشتن اونجا. یعنی اینا برای خودشون نیومدن، بنابراین آوردنشون. یارو بود میگم من هواپیما آوردم. دقیقاً. اینا رو آوردن گذاشتن اونجا. خب چرا؟ چون یک به اصطلاح نیتی پشتش بود. نیتم خیلی واضحه، فکر میکنم دیگه الان یه آدم کور و کر و لال هم میتونه این رو بفهمه و مگه یه داستان اومده دستش، میدونه جریان چیه. اونم اینه که خب ما یک کشور فوق العاده سرمایه پر از سرمایه های به اصطلاح زیاد و ثروتمند، یک کشور ثروتمند اومدن الان نزدیک شاید چقدر 50 سال میشه، 50 سال دارن ایران رو میدوشن. 44 ساله دارن ایران رو میدوشن. بله. خوبم دوشیدن و همه چی رو به اصطلاح چیزایی که باید میگرفتن ازمون گرفتن. از این فوشا حقشون. نه آخه نه، جالب اینه که این فوشا رو ما به اینا نمیدیم. این فوشا رو ما به هم دیگه میدیم. این فوشا رو ما به هم دیگه میدیم. خب اینا هم کم فوش نخوردن تو این چندین ماه. نه نه نه، نفت ما رو این فوشا قبول نیست. اینا به اصطلاح حرکت های بزرگتر لازمه، به فوش نیست. اینا رو باید کاری دیگه بکنی باشون. ببینید اینا اومدن نفت ما رو بردن، اینا اومدن گاز ما رو بردن، اینا اومدن نمیدونم معادن مختلف در ایران رو خالی کردن، حالا اورانیوم، آهن، نمیدونم هر چی که شما فکر بکنید. بهترین اجناس رو از ایران آوردن بیرون، بهترین قسمت‌های دریای خزر رو روسیه برداشت فروختن، نمیدونم بهترین جای خلیج فارس آره یا به چین دادن، یا اصلا کلاً آقا ثروت ایران رو که یکیش فرهنگ
فرهنگ ایران هم جزوش میشد و مغز مردم رو، مغز متفکر جوانهای ایرانی و باهوش، اینا از ایرانیات از همون زمان من مطمئنم که من که بچه بودم، ولی با چیزی که الان من میبینم و میبینم چقدر ما استعدادهای خوبی در خود داخل کشور و خارج از کشور داریم، با مقدار دکترها، دانشمندها، پروفسورهایی که داریم، جوانهای باسوادی که هنوز در ایران داریم، ما اینا فکر کنم از همون موقع ترسیدن از ایرانی ها که ایرانی رو اگر بهش میدون بدی دیگه میاد به اصطلاح حریف نیست، حریفی دیگه نمیتونی جمعش کنی. متوجه هستید؟ پس اجازه بدید که ما اینا رو یه 200 سال نه 500 سال هولشون بدیم به عقب و موفق هم بودن در این کار و این کار رو انجام دادن، آوردن یک سری، من ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم چون البته نه بیشرف، باز شرف داره به اینا، بیشرف پیش اینا شرف داره. کلمات و... دیگه هم میتونم بگم. نه میخواستم بگم حمال دیدم خیلی توهینه، اصلا به حمال هم نمیخورن. نمیدونم به اینا چی صداشون بکنم اینا رو واقعا. نه به اونجا نمیکشه. انسانیت نه. ترکیبی هر کدومشون به تکی ترکیبی از آدم کش. نه ترکیبی از چندین انگل بله. تو هم با یکیش گرفت سفتشو یکیش انگل گرفت. آره تو هم با اسپرم های کثیفی که اصلا من از کجا اومده بله. هر کدومشون ساخته ترکیب چند ممکنه نماشه آره هر کدومشون من مطمئنم که چندین پدر دارن اصلا، یعنی کاملا. کار یه نفر نیستش و این همچنان آدم های آوردن گذاشتن اونجا، مردم رو، فرهنگ مردم رو، همه چی رو بردن انداختن 500 سال قبل و این فشار که اومد روی مردم، چه اقتصادی، چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ یه جایی میزنه بیرون و مردم خب الان میبینن که حریف خب دولت که نمیشن، بله، میرن بیرون، جواب گلوله است. بله خب حالا اگر برعکسش بخوان حالا یه مقدار شل بکنن قضیه رو، این سر فیلتر رو شورش کنن، چه جوری میتونیم از طریق همین صفحه های مجازی بله. و راحت تر از این چیه که دم دستمون باشه، آقا هنرمند جماعت به کی میتونیم فوش بدیم؟ به هنرمندا. اولین کسی که یادتون باشه به اولین چیزا که فوش داده شد همین تلویزیون ها بود. بله یه جوری بود که اصلا آدم میترسید تلفن رو باز بذاری تا میخواستی بگی بله بفرمایید، طرف فوشو میداد. نمیدونم میخواستی الان یه پست بذاری، اگه مثلا پست اجتماعی میذاشتی، سیاسی میذاشتی، هنرمند، هنرپیشه، نمیدونم حالا نقاش، نمیدونم هر چیزی، کسایی که آره شغل داره، فوش کشیده میشد. این فوشا باید میومد بیرون، هنوزش هم هست ولی نسبت به چند سال قبل خدا رو شکر خیلی کمتر شده. الان یه مقدار دارن منطقی تر برخورد میکنن ولی طبیعتاً اومدن این مسئله رو عادی کنن، چون تو خود امریکا هم این مسئله خیلی عادیه. این کلمه اف رو در طی روز اینجا استفاده میکنن، اف دیس، اف دات، نمیدونم فلان. من فکر میکنم که یک جنبش جدیدی آغاز شد در کشور ما و در خارج از کشور ما، چون که همینطوری که ماها در پشت کنار هر دو رو میشه گفت، پشت و کنار هموطنان عزیزمون، جوانهای عزیزمون در ایران وایستادیم، در هر کجای دنیا، اروپا، آمریکا، کانادا، همه پشتشون وایستادیم و هنوزم هستیم، فکر میکنم که یک بریر رو، یک دیواری رو مثل دیوار برلین شکسته شد که امثال انسان‌های عادی یا هنرمندایی مثل خودت که انقدر زحمت کشیدن در این 8 ماه، 9 ماه، 10 ماه اخیر، چه فایده؟ که میدونم که نه، خب فایده داره، بالاخره تا حدودی صدامون رو داریم میرسونیم به گوش دولت‌ها، اون حیوانی‌ها اونجا دستشون کوتاه، حتی اینترنتشون هم قطع می‌کنن و ماها صداهاشون هستیم، مخصوصا کسایی مثل من و شما که کامرا رو داریم یا میکروفون دستمونه یا حالا چیز مجازی رو خدا رو شکر همه انسان‌ها اکسس دارن، فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب، هر وسیله‌ای هستش که میتونن با دوستان و اقوام و با بقیه دنیا در تماس باشن و بدونن در دنیا چه خبره مهمه. ولی چیزی که برای من خیلی ارزش داره اینه که کسانی مثل خودت اینقدر زحمت کشیدن در راهپیمایی‌ها، تظاهراتی که بود اینجا، پویای عزیز خیلی زحمت کشید در لس آنجلس، میدونم که آخرین برنامه‌مون برنامه داونتاون بود که خیلی عظیم و بزرگ بود، اگه اشتباه نکنم چه روزی بود؟
روز مصادف بود با 22 بهمن که میشد 11 فوریه. 11 فوریه بود که حدوداً الان حدوداً 4-5 ماه ازش گذشته. بله. من به چشم زحمات تو رو دیدم، عزیزان دیگه، مسئولان دیگه که اونجا بودن، همینجا از یکایکشون تشکر میکنیم. میدونم در کنار تو همه تون خیلی زحمت کشیدید که شاهزاده رضا پهلوی که افتخار ما ایرانی ها در دنیا هستش، که انشالله هم که این بیشرفات برکنار بشن و هرچه زودتر بتونه اون عشق و مهر و محبت رو دوباره به آسمان ایران بیاره. من دیدم که شما چقدر زحمت کشیدید حتی برای شاهزاده عزیز. دوست دارم که خودت یه مقدار توضیح از فعالیتات بدی، اصلا چی شد که باعث شد تو هم پارتی از این جنبش باشی؟ والا من خودم به نوبت خودم اول اینکه کاری نکردم. خب بالاخره هر کاری که کردم در چارچوب وظایف انسانی خودم دیدم. اصلا کاری به این که الان یک ایرانی هستم یا هموطن من در کشورم زیر ظلم و ستم و فشار هستش، اصلا این الان من پرانتز باز میکنم میذارم کنار، مثلا اصلا کاری به ندارم. وظیفه انسانی هر کدوم از ما با هر از هر قشر و از هر نژادی که هستیم، از هر شغلی وظیفه انسانی آدمه که وقتی میبینی که شما یک شخص دیگه، من به همینقدر برای ایران و وضعیت ایران ناراحت شدم و دوست داشتم یه کاری انجام بدم که برای وقتی که بین جنگ روسیه و اوکراین و واقعا وقتی من در تلویزیون میدیدم این زنا و بچه تفلکیار واقعا با اون شرایط داشتن از اون کشور با هزار بدبختی با هزار تا زخم و به اصطلاح ناراحتی رو دل و فیزیکشون با خشم دارن از اونجا میان و آواره این ور اون ور میشن، همونجوری که 30 سال پیش 40 سال پیش خیلی از ماها اومدیم بیرون، منتها به این شکل نبود دیگه. حالا جنگ نبود، به یه فرمت دیگه، ولی ما هم مجبور شدیم چون همون موقع پدر مادرهای ما خیلی همون انقدر باهوشتر و اسمارتر از این حرفا بودن که میدونستن و میدیدن آینده رو، آینده بچه هاشون رو نجات دادن. این جمله پدر مادر خود من که واقعا من روزی شاید باید بگم وظیفه‌م روزی 10 بار فقط دست پاشون رو ببوسم که منو آوردن بیرون. چون اگه من تو ایران مونده بودم تا الان شهید راه آزادی شده بودم، چون کاملا با خصوصیات من اصلا این بیشرفا تا حالا ما رو کشته بود. دقیقاً. و من کاری نکردم، کاری هم که اینجا در خارج از کشور میتونستیم بکنیم فقط این که بتونیم صدای عزیزان باشیم، چون اینترنت ها رو در کشور قطع کردن. دقیقا. اصلا نذاشتن مردم حتی بتونن یک تکستی به کسی بیرون بدن، یعنی کاملا قشنگ توی اتاق اینا رو زندانی کرده. دقیقا. بودن که البته من فکر میکنم سیستم بازیشون به این شکلی که میگن به مرگ بگی به تب رازیشه، کاری که با اینه. مرگ میکنی دیگه. دقیقا، به مرگ بگی به تب رازیشه. اومدن انقدر به اصطلاح یک کارهای وحشیانه ای کردن که بعدن نداشتن یک روسری یا نداشتن یک مقنعه برای خیلیا شد آزادی، که متاسفانه من از همینجا دارم اعلام میکنم ما برای به اصطلاح برداشتن حجاب از روی سر اجباری. زن به صورت اجباری نریختیم تو خیابونا. بله. هر کی دوست داره میتونه حجاب سرش بکنه، هر کی دوست داره میتونه دین و مذهب خودش رو داشته باشه. بگو بیشرف بذار هر کسی دین خودش رو داشته میتونه باشه. آره، به شرطی که به شما چه مربوطه کیو میخواد. چون من اواخر یه سری پست اینام گذاشتم برای خیلی ها امکان داره بگه شما که خودت اومدی به اصطلاح بد نوشتی، فحش دادی، بی احترامی کردی. بله، این کار رو زمانی میکنم که شما از ایران داری برای اینجا هم تصمیم میگیری. بله. یعنی منی که الان 30 اندی سال 37-38 سال اومدم بیرون، اومدم که اتفاقا مجبور نباشم با این اخلاقای غیر انسانی و به اصطلاح رفتارهای وحشیانه شما بخوام کنار بیام. یک مش خب آره، این که آره شما دوست داری اون قمر رو بکشی رو سر بچت هم بزنی بکشی و سر آره پاره سر بچه رو پاره کنی. بله. خب من یه همچین کاری رو وحشیانه میدونم، حالا دلیلش هر چی که هست. بله. دلیلش هر چی که هست. بنابراین هیچ عقلی آره، دور در بنابراین آره شما نمیتونی بیای اینجا بخوای بیای به ما زور کنی که ما حتما باید بیایم بیرون سینه بزنیم، نمیدونم زنجیر بزنیم. اصلا از این خبرا نیست. بله. شما دوست داری عزاداری بکنی، عزاداری کن، ما احترام به عزاداری میذاریم. آره، ما اگر در همون زمان
در همون روز اگر بخوایم شادی بکنیم شما اجازه ندارید توهین بکنی و بخوای بی احترامی بکنی. کاملا. اون روز برای شما عزیزه، اون روز برای شما عزیزه، برای من شاید عزیز نباشه. ببین یکی مسلمانه، یکی مسیحیه، یکی جویشه، هر کسی هر دینی داره، یکی بهائیه باشه، یکی هم بودیسته، دقیقاً یکی هم بیدینه. بی شرفا اجازه بدید هر کسی در اون آسمون دقیقا. آبی زیر مملکت یا شهر دیاری که زندگی میکنه خودش باشه، دقیقا. نه که با زور هفتیر و ستم و شلاق و کشته کشتار تو بهش بگی دین خودت رو یا اون ایدئولوژی کثیف خودت رو به او. من کاری به دین یهودی و مسیحی و مسلمون و نمیدونم بودا و نمیدونم بهایی ندارم. همشون اصلا از لحاظ من محترم، همشون کامل. خب من میگم، من میگم شما نمیتونی حجاب رو زیر پرچم دین یا مذهب اچاف کنی و به زور به مردم بگی آقا باید چادر رو سری سرت بکنی. خب روزه نباید اجباری باشه. بله. روزه اجباری نیست. آقا اصلا از لحاظ علم در اصلا سال 2023 دیگه ما مردم دارن میرن کره ماه دارن میرن توشون به قول آب هست یا نه برای زندگی. سال 2023 1001 نوع دلایل موجه هستش بعد علمی پزشکی که نشون میده آقا اصلا یک همچین حرکتی شما یک ماه هیچی نخوری. من نمیگم روزه، اینجا ما یه چیزایی هست به اسم کلینزینگ که فاستینگ. فاستینگ آره، فاستینگ خوبه اتفاقا برای آره. بدن آقا غذا نخور ولی آبو بخور شو. که بدنت کلاپس نکنه شو. به اصطلاح ماهیچه‌هات بدنت، رگای خونت، اصلا این یکی از آره فیت دقیقاً بل. آب بخور، حالا غذا میخوای آره. احترام بذاری به هر چیزی یا هر چیزی که در ذهن خودت آره خیلی چیز خوبیه، اسمشو میذاری بعد تازه روزه. تو که خودت دوست داری این کارو میتونی بکنی، به همسایت نمیتونی بگی آقا گوش نخور چون من روزم. اصلا به تو ربطی نداره کاملا. اصلا تو کی باشی که بخوای تصمیم بگیری این چیزا... هر چی که اجباری باشه من باش مشکل دارم، مال هر کاملا. دینی که باشه فرق نمیکنه، برای من هیچ فرقی نمیکنه، مسیحی، یهودی، مسلمان. آقا ما هممون آزاده به دنیا اومدیم. روزی که من به دنیا اومدم، حالا چه از پدر مادر مسلمان به دنیا اومدم، چه پدر مادر مسیحی بوده، چه یهودی بوده، چه بهایی بوده، هر چی بوده، من به دنیا اومدم اون لحظه حتی اسم نداشتم، بعدن برام اسممو گذاشتن. بله. پدر مادرم برام تصمیم گرفتن. بله. پدر بزرگم، مادر بزرگم برام تصمیم گرفته اسمم چی باشه. ولی در اصل اگه بخوای به طبیعت یک به اصطلاح تولید مثل یا به اصطلاح به دنیا اومدن تو این دنیا نگاه بکنی، ما تک تکمون وقتی به دنیا میایم به نظر من باید یک قانونی باشه که همه آزاده باشن، راحت باشن، خودشون تصمیم بگیرن. آقا من از اسمم، از اسمم خوشم نمیاد، میخوام عوض بکنم. یعنی چی که تو حتما باید اسم مسلمونی داشتی. آقا من اصلا اسمم رو میخوام بذارم کوین، من اسمم رو میخوام بذارم مکس، من اسمم رو میخوام بذارم جاناتن. بله. به تو ربطی نداره. کاملا. من میخوام روزه بگیرم، به تو ربطی نداره. من میخوام روزه نگیرم، به تو ربطی نداره. تو بگیر، کاری با من نداشته من باشی. میگم تا حدودی پویا وقتی که دین، مذهب از حکومت جدا بشه، اینجا بهش میگیم که خب state versus religion، یا میگیم religion versus مثلا state. حالا در فارسی خودمون میگیم که دین از حکومت، یعنی دین از قدرت جدا باشه. وقتی که اون روزی برسته که هر کشوری در دنیا مثل اون طالبان بیشرف یا مثل این جمهوری اسلامی بیشرف، اگر که روزی اینا این شمشیر خونالودشون رو از رو سر مردم بردارن و این حلقه ای که میندازن دور جوانهای نازنین ما بتونن این حلقه ها بره بر گردن عزیزان خودشون انشالله، یا کسای خودشون که اینجوری مثل مرغ جوانهای ما رو دار میزنن، اون روزی ایرانی و ایران نجات پیدا میکنه که بفهمن، یا اون کسی که دستن در کار هستش خدا کنه شاهزاده رضا پهلوی باشه، یا یک فرد بالغ دیگه‌ای که میاد کشور ایران رو در دست میگیره، بدونه که حکومت از دین رو میتونه جدا کنه. فرقی نمیکنه کی بیاد. دقیقاً. فرقی نمیکنه کی بیاد. من یه چیزی به شما میگم، الان جلوی دوربین دارم میگم، این ضبط میشه، بایگانی میشه، یک روز به حرف من میرسید. امروز روز فرق نمیکنه کی بیاد ایران. نسل دهه 90 براش دیگه این چیزا تموم شده است. جوانای از هیچ چی هم نمیترسن. نترسترین البته ببین، شما وقتی که خودت باعث بانی این میشی باید
انتظارش هم داشته باشی. شما وقتی که بچه تو 10 بار بزنی 10 بار اولو میترسه، 20 بار اولو سکوت میکنه، دفعه 30 یه دستی میاره بالا به حالت دفاع از خودش، دفعه 40 هولت میده میگه نکن، دفعه 50 امکان داره بهت حمله بکنه، متوجه هستی؟ دفعه 50 دهه 90 و نسل بعدی از همین امسال هم شروع شد، از همین امسال هم شروع شده. بچه های 14-15 ساله ایرانی دیگه هیچ دین و مذهبی رو نمیخوان و قبول ندارن، بذارن آزاد میخوان باشن. آزاد میخوان، انسان باشن. آقا دینشون نه اصلا دقیقاً میخوان آزاد باشن، میخوان خودشون انتخاب بکنن، از اسم خودشون گرفته تا شغل آیندهشون، تا به اصطلاح چی بپوشن همسر آیندهشون هم میخوان خودشون. آره دیگه اون زمان گذشت، اون به اصطلاح اون ممه رو دیگه لولو برد دیگه. دیگه از این چیزا، این جمهوری اسلامی دیگه تموم شده است، قفسای آخره تموم شده است. هممون میدونیم، هممون اینو چه امریکا بخواد چه نخواد، بله چه انگلیس بخواد چه نخواد، چه خودشون بخواد امریکا و انگلیس بیشرف نخوان، بالاخره خود قهرمانان ایران که جوانهای تو خود محسن. ایران تو خود ایران فرو پاشی خواهد شد، چون جوانها دیگه به اینجاشون که نه به اینجام نه گذشته دیگه. گذشته دیگه بزشته. طرف جوان که باز میگه چرا میگه چرا فوش میده، من فوش بلد. طرف رو میدونم از کجا داره میاد، من شدت خشم و عصبانیت یک جوان رو میفهمم. این آب از سرشون گذشته و دیگه به هیچ وجه قبول نمیکنن مسائل مذهبی رو پس میزنن، میخوان آزاده باشن، میخوان تفکر خودشون باشه، میخوان مثل اروپا زندگی کنن. مگه من همیشه اینو میگم مگه میانگین عمر مفید یک شخص، یک انسان از زمانی که به دنیا میاد تا روزی که حالا فوت میشه مگه چقدره؟ کم، خیلی کم. اگه اون 1/3 خوابم ازش در بیاریم، ما دیشب داشتیم درباره این سابجکت صحبت می‌کردیم. به قول شما خوابو در بیاریم و اون سن کمی که حالا تا 15-16 سال آدم چیزی متوجه نیست. فهمی که بعدم که آره از 60 به بالا هم که دیگه از 65-70 دیگه یواش یواش میری توی چیزای دیگه‌ای که اصلا استیج دیگه از زندگی که دیگه اصلا برات هیچ چی مهم نیست، فقط تنها نگرانیت اینه که بتونی سلامت خودت رو نگه داری و بتونی روز به روز بیشتر به عمرت اضافه کنی یا یه روز اضافه تر بمونی. یک اون فصل وسط میمونه از بین 20 سالگی تا 50 سالگی طبعا. یعنی در از 30 سال این 30 سال شما این 30 سال حالا یه سومش هم خوابی، این 30 سال شما اگه بیاین قسمت بکنید به زمستون و تابستون میشه 30 تا تابستون 30 تا زمستون کاملا. اینجوری بخوای بهش نگاه کنی، شما نکو ببین چقدر سریع این 20 تابستون میگذره. شما چشم هم میزنید میشه 2020 21 22 23 همینجوری داره عمرمو میگذره. بله جوانایی هستن که از بین 20 سال تا بین مثلا 50 سال که اینجا 50 رو هنوز هم میگن جوان دیگه. بله دیگه هنوز جوانه. 50 میگن is the new 40. New 40 exactly. چهل جدیده. دقیقاً. برای همین 30 سال. حالا من که 32 ام واسه من که 30 شما 25 گفتم. یه حالا تکرار. 30 سال طرف میخواد آزاد زندگی کنه، راحت زندگی کنه. آقا میخواد کار کنه، میخواد کاری که دوست داره رو انجام بده. حتما نباید بیاد بره زیر پرچم. با هفتیر حالا بالا سرت هر روز. بگی آقا اینو واسه چی پوشیدی؟ آره تموم شد و رفت. تموم شد و رفت. بچه های امروزه دیگه از هیچ کسی حرف شنویی ندارن و این به اصطلاح حالا اونا میخوان اسمشو بذارن، میخوان اسمشو بذارن جیگول بازی، میخوان بذارن گستاخی، میخوان بذارن وحشیگری، میخوان هر چیزی. شما خودتون باعث شدید که به اینجا برسه و الان هم تاوانشو پس خواهید داد و این قضیه تازه شروع شده، تمومی هم نداره. چه ایران بخواد چه نخواد، این جنریشن جدید ایران رو عوض خواهد کرد. ما هم تا آخرین نفس، اینجا جلوی دوربین میگم، تا آخرین نفس، تا زمانی که این صدای من کار، هفته پیش هنرمند دیگه اینجا بود، سعید محمدی عزیز اینجا بود، بغضم گرفت، میخواستم درباره Women Life Freedom صحبت کنم، اصلا بغضم یه رو کامرا معلومه 5 ثانیه اصلا کلمه نمی اومد بیرون. تا آخرین لحظه‌ای که ماها میدیا دستمونه، دوربین دستمونه و اسطوره های مثل فرزان دلجو این دوربین ها رو باز نگه میدارن، در اختیار ماها که هست تلویزیون هستیم، ماها صدامون رو به گوش دنیا، صدای شما ایرانیان رو در درون کشور که هستید بدونید، امثال منها هنرمندهایی مثل پویا در کنارتون هستن و خواهیم بود تا روزی که انشالله آزادی ایران رو بگیریم. تازه من با این لقبی که به این جنبش یا به این به اصطلاح انقلاب دادن کاملا از روز اول مخالف بودم که میگن زن زندگی آزادی یعنی چی؟
چرا باید فقط زن زندگی آزادی، یعنی فقط زنا بهشون ظلم شده توی ایران، مردمون بهشون ظلم نشده؟ دقیقا. چقدر ما شهید دادیم، چقدر جبهه رفتن، چقدر ماشاءالله دختر. نه کاری ندارم، من مخلص تمام خانمای ایرانی هستم، از یعنی زن ایرانی از زن ایرانی با جرأت تر، با جنم تر و با لیاقت تر تو دنیا وجود نداره. ولی دارم میگم نه 100% اصلا غیرتی که خانم‌ها از خودشون نشون دادن شکی درش نیست. من جلوشون تعظیم میکنم، ولی میخوام بگم چرا فقط زن زندگی آزادی. این جنبش باید برای آزادی همه باشه. بله. باید مردان باید راحت باشن. بله. مردی که نتونه به سر شلوار کوتاه بپوشه تو تابستون یا آستین کوتاه بپوشه، یعنی اونو چی بهش باید میگم؟ اونم پس باید بر اونم یه چیزی درست کنیم بگیم مرد زندگی آزادی. تقریبا یه نوع زندانی هن. چه نه مرد میشه. مرد و زن فرقی نداره. جفتشون باید آزاد باشن، جفتشون باید لذت ببرن از زندگی، جفتشون باید خوش باشن. خوشی باید یه قسمتی از فرهنگ ما بشه. بخواید نخواید نمیتونید دیگه جلوی خوشی، جلوی خندیدن، جلوی جشن گرفتن و به اصطلاح شاد بودن مردم بودن. رو نرمال بودن، شاد بودن تو زندگی، نرمال بودن، خندیدن، اینا جزء سلامتی، جزء چیزای نرماله، اینا جزء چیزای مینیمال استاندارد هر روز ماست. فقط اومدن بی شرف‌ها توی 44 سال غم و بدبختی و تو سر هم زدن و سیاه پوشی و مرگ و میر و بهشت زهرا رو فقط پروموت کردن که پدر نازنین منم اونجا شده. من که تو صفحه های مجازی گفتم و... گفتم تا زمانی که به خواسته مردم، به خواسته مردم ایران احترام نذارید، من به عنوان کوچکترین هنرمند اون کشور که حالا خودم رو برجهت اونجا زادگاه منه طبعا. و من یه جوری خودم رو اصلا کاری به ایران ندارم، متعلق به مردم ایران میدونم بگی در هر صورت. بله. درسته؟ بله. تا موقعی که به خواسته مردم احترام نذارید، من یکی از تریبون خودم، از به اصطلاح ویترین مغازه خودم که همون صفحه مجازی خودم باشه، من یه نفر به هیچ چی شما احترام نمیذارم. نه تنها احترام نمیذارم و بی احترامی هم بهتون میکنم. حالا این جنگی که بین من و شما هست، میخوای برقصیم تا آخرش با هم میرقصیم، متوجه هستی؟ تو بزن من بزن، ولی این قضیه تازه شروع شده. تا یاد بگیرید که به بقیه جوامع و به بقیه انسان‌ها هم باید احترام گذاشت. این جنبش جرقه‌ایه که آغاز شده و به امید خدا با کمک ملت شریف و شجاع ایران، مخصوصاً جوان‌های پرقدرتمون. چرا بهشون میگم پرقدرت؟ برای اینکه هم فکری رشد کردن، هم از درون رشد کردن، یعنی فهمیدن، اروپا آمریکا رو نگاه کردن، بقیه دنیا رو نگاه کردن، فهمیدن که آزادی یک چیزیه که برای هر انسانی باید وجود داشته باشه. آیا آزادی میخوام؟ اوکی، پس یه بهایی داره و اگر که بها رو میدن، ماها هم سعی میکنیم پشتشون هستیم تا آخرین نفس. یه سوال ازت دارم. در زحماتی که در فوریه 11 هم کشیدی، من دیدم به چشم، تجربت با شاهزاده رضا پهلویمون چطوری بود؟ شاهزاده میدونم بالاخره مدت کوتاهی میهمان شماها بود و از خیلی به سختی با اسکورت و دیگه از در پشت واردش کنین و سکورتیش باید قوی باشه و خب یه کم کسی نیست دیگه، بالاخره خیلی تایه تدارکات. تجربت با شاهزاده چجوری بود؟ خب اولی که من بگم، من نه مفسر سیاسی هستم، نه سررشته سیاسی دارم، یعنی تجربه سیاسی دارم که بخوام بیام صحبت بکنم در موردش، نه میگم در حد کارشناسانه ندارم. خیلی بهتر از من میتونن صحبت کنن، 100% بیشتر از من میدونن. شما در مورد موسیقی از من سوال کن، من میتونم یه چیز دقیق تری به شما بگم. ولی چیزی که به اصطلاح استنباط من یا اون حس درونی من از این قضیه اینه که ایشون هم مثل همه انسان‌های دیگه، نرمال دیگه، ایرانی‌های دیگه، در یک مقطع زمانی بسیار بسیار حساسی بحرانی. و یه بحرانی بله. گیر کردن و در حد توانشون چیزی که من دارم می‌بینم، در حد توانشون دارن بیشترین تلاششون رو انجام میدن برای رسوندن به اصطلاح همین آزادی به مردم. بله. ولی من خودم اگر جای ایشون بودم، یک مقدار
البته خب اینم شاید قشنگ نباشه من اینو بگم اینجوری، ولی خب این منم دیگه، این سیستم پویاییه. ما قبول من داریم. نه من یه خورده خشن‌تر برخورد می‌کردم. آره من یه خورده خشن‌تر برخورد می‌کردم و یه مقدار مصمم‌تر و با اعتماد به نفس قوی‌تر. یه خورده به اصطلاح این شلکون سپکونای این قضیه این وسط درشون من باشه. آره ببینید برای باید ببینید باید با این دولت بله. باید دقیقاً جوری برخورد بکنی که این دولت داره با مردم با جوونا انجام میده بله. همون کارا رو باید دیدی چه جوری آره یعنی باید عموم بهش ندی یعنی بله. باید بذاری سر رو از گردن جدا کنی کامل. اینه که بشینیم پای اینه که بشین برای من مذاکره پزاکره یختی برای من مذاکره ای نیست من عین بولدوزر میام رود رد میشم لهت میکنم و دوباره یه بار دیگه دنده عقب میام رود و نگاه میکنم پیاده میشم ببینم به اندازه کافی پهن زمین شده یا نه من اینجوریم من توی کارم من شوخی ندارم من اینجوریم این روش منه این روش منه ولی روشی که الان خیلی‌ها میگن آقا دموکراسی و فلان و یعنی چی حرفا و اونا هم زمانی حرفا گذشته که من از اینجا بهتون بازم دارم میگم هزار بارم تکرار کردم بازم برای هزارم یکمین بار میگم دموکراسی در هیچ جای دنیا وجود نداره این صابون رو به این دلتون نمالید دموکراسی در هیچ جای دنیا وجود نداره و به اصطلاح حالا میریم سابجکت عوض بکنیم دیگه نمیخوام زیاد در مورد این قضیه صحبت بکنیم ولی من اگه باشم صبحم به تو گوش بدم سیر آره. نمیشه قربونت برم برای اینکه ما پشت دوربینم ساعت‌ها با هم دیگه صحبت کردیم 100% قبل از اینکه یادم بره یه تشکر خیلی حالا یه قسمت دیگه هم داریم تشکر خیلی خاص ازت بکنم برای اون شبی که آخرین شب کمپینگ ما بود که حالا بازم شب‌های دیگر هم خواهد بود انشالله. چقدر زحمت کشیدیم ما اومدیم اینجا رو تلویزیون به دوستان عزیزان و بینندگان گفتیم که پویای عزیز چقدر زحمت کشید چقدر خوش گذشت تو این کمپینگ با اینکه ما رو در لول همون جوری که خواستیم بردی گفتیم در لول ابتدایی ما رو ببر ما اکسپرت نیستیم ما رو ببری با خرسا و گرنا خب اینه که خیلی خوش گذشت می‌خواستم این پرسن ازت تشکر کنم وقتی که تشریف میاری تلویزیون آقای فرزان دلجو مدیر این استودیو مثل خودت خب میدونی که فعاله هنرمند بزرگ که از زمان قدیم پیشکسوت خیلی‌ها بودن و هستن هنوز روزی 14 15 ساعت کار میکنه زحمت میکشه با کارگردانیش نویسندگیش و هنری که همیشه داشته از اون موقعی که اسطوره سینمای ایران بوده تا به الان نظرت درباره اسطوره های دوستانی هنرمندانی مثل فرزان دلجو که انقدر در امروز هم فعالیت میکنن برای آزادی ایران و ایرانی چه؟ خب ببینید من یه صحبتی بود که پشت دوربین با جناب فرزان دلجوی عزیزم داشتم گفتم که شما نگاه کنید ببینید که شما میتونید مثل خیلی از این تلویزیون ها بیایید خیلی حرکت ها بزنید خیلی کارها بکنید خامده. ولی همیشه کلاس کاری خودتون رو حفظ کردید و به اصطلاح سعی کردید که با اینکه میدونم چقدر این کاری که دارن انجام میدن سخته در غربت با این همه خرج و با این همه مخارج و زحمت ولی همچنان دارن سعی میکنن که برنامه‌های سالم و سالید و خوبی و پرکیفیتی و آموزنده برای بینندگانشون تولید کنن و جزو اون دست از هنرمندانی هستن که مطمئنن به گردن خیلی از تلویزیوندارایی که حتی الان دارن کار میکنن و صاحب تلویزیون هستن بله. به گردن اونا حق دارن و اونا به فرزان خان عزیز مدیونن چون بله. واقعا به خیلی هاشون کار رو یاد داده بله. در قسمت بازیگری ایشون که اصلا در قسمت بازیگری ایشون که اصلا فیلماشون هست به اصطلاح تاریخچه سینما هستش بله. شما دیگه من فکر میکنم الان جوانای امروز هم هر کسی ازن اسم جناب فرزان دلجو رو بزنه تمام کارنامه هنری ایشون بله. خیلی مشخص واضح میاد بیرون من خودم به شخصه احترام بسیار زیادی براشون دارم و چقدر هم خوشحال شدم که متوجه شدم که صاحب و مدیر تلویزیون به اصطلاح تودی تی وی ایشون هستم و من بعدم امیدوارم که
فرصت‌های دیگه به من داده شی که باز دوباره بتونم حالا انشالله آلبوم که در اومد دیگه خونه خودت. آره از هفته دیگه، از هفته دیگه موزیکای خیلی خیلی به اصطلاح فاخر و خوب بدون فوش بدون فوش براتون دارم. آره شاید حالا زیاد بهتون دیگه حال نده، ولی دیگه فعلا تا یه چند سال دیگه هم اجازه بدید که این کارا بدون فوش بیاد بیرون. اگه تا چند سال دیگه دیدید دیگه اینا اصلا دیگه اصلا خریداری نداره دیگه، ما هم شروع می‌کنیم آقا میگه نمیخوای چی میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد. بله بعد این جریان دقیقاً قبل از اینکه بذارم بری دو سه تا سوال کوچیک ازت دارم. چونم یه اتفاقی در زندگی پویا افتاد و درباره محیط هنری لس آنجلس یه مقدار دلتو زد چندین سال پیش. یه مقدار نه خیلی خیلی دلتو زد. بله. دوست دارم یه توضیح کوچیک جمع و جورم درباره این موضوع بدی و چی شد که پویا ریلایز کرد که زندگی خیلی کوتاهه و بهتره که من در با طبیعت یه میونی خیلی خاصی که دوران کمپینگ آغاز شد. ببین شما وقتی که یه چیز رو نمیتونید به اصطلاح عوضش کنید خب یا باید خودتون رو عوض کنید یا باید یه راه دیگه رو پیدا بکنید برای اینکه مجبور نباشید شبیه اون آدم ها یا روش زندگی اون استایل زندگی رو برای خودتون الگو کنید و پیش بگیرید. من وقتی متوجه شدم که این بازار بازار موسیقی به غیر از شارلاتان بازی و مافیا بازی و دروغ و کار انترتینمنت هستن، کار انترتینمنت دقیقا فکر میکنن کار آسونیه، کار بسیار سینما خوانندگی نمیدونم برنامه گذاری تلویزیون. البته با احترام به دوست عزیز خودم که خودشون هم تو این کار بودن و میتونم بگم یکی از درست کارترین برنامه گذارا بودن. من تا به امروز یاد ندارم یک هنرمندی برنامه در آتلانتا گذاشته باشه که برگشته باشه و بیاد بگه شهرام پیرعلی مثلا دارم میگم در فلان کنسرت یک دلار ما رو کمتر داده باشه یا چه میدونم پذیرایی از ما تمام کمال نکرده باشه یا احترام نذاشته باشه. ایشون کل این پکیج رو کتابش رو بسته گذاشته کنار دور از جون شما، ولی در کل طبیعت این کار یک شارلاتان بازی و یک مافیا بازی رو به خودش گرفته. بله. که من جزء اون چیزا نیستم، یعنی جنس من نبودی از اون نیست، از اولم نبودم و هیچ وقتم نتونستم قاطیشم. بنابراین وقتی چیزی منو اذیتم میکنه به خاطر اینکه اون از جلد انسانی خودم و از اون حالت عرفانی خودم نیام بیرون و به یک آدم نجس و کثیفی مثل خیلی هاشون تبدیل بشم، اومدم با طبیعتاً با اولین چیزی که آره با اولین چیزی که تونستم ارتباط برقرار کنم همین طبیعت بود که رفتم زدم به دل کوه و دریا و اینا که بتونم اون انسانیت رو در خودم حفظ کنم و یک آدم فقط آدم باقی بمونم. همین دلیبا. اصلا کاری به خوب بودن و بد بودن هم نیست، میخوام فقط آدم باقی بمونم. همینقدر که البته نمیتونم بگم حیوان صفت چون بله. توهی میشه به حیوانات. حیوانات یعنی چیزایی که آره حیوانات به من برمیخوره دقیقاً و به سگ خود من. خب دیگه یعنی کسایی که آره کسایی که حالا ما اسم نمیبریم اینجا، خود مردم باهوشتر هستن باهوشتر از ما هستن و میدونن دقیقاً ما به کیا داریم اشاره میکنیم، صحبت از کیا داریم میکنیم، چه کسایی از قدیم چه کسایی الان جدیدن اومدن. کلن دارم میگم با یک سری اسم جونورم نیست، حیوان صفت هم نمیتونم بگم، با یک سری باکتری ها با یه سری باکتری ها داریم. آره شاستیه رو فشار بدم تو دکمه رو نزده من خودم موشک رفتم. دلیل این اینترویو همینه. آره. صحبت با یه سری باکتری ما داریم زندگی میکنیم که همین باکتری ها هم تو ایران هستن هم اینجا هستن هم بقیه. آره آره ولی دیگه توی مارکت ایرانی این دیگه خیلی بیشتر دیگه. بله و اینجا متاسفانه خیلی بیشتر مجبوریم با این باکتری ها، یعنی مجبورم نیستیم ما، ولی وقتی که توی این باکتری ها هستی مهمت. آره وقتی همه کووید گرفته بودن خیلی کم میشد که کسی از زیر کووید در بره. یعنی تو خونه هم که میبونی خلاصه اون هوای تو هوا بوده، خلاصه میومد و آره اینجا میخورد تو هوا بهت میخورد فرار نمیتونی. آره این کثیف بودنه، این کثیف بودنه و غیر حرفه‌ای بودنه توی این زمینه، توی این مارکت موسیقی بسیار توی هواش این میکروبا زیاده و خانه‌ها شما رو میکشه اون تو، زن یا مرد. ولی من
فکر میکنم خیلی گردنم کلوف بوده که تونستم خودم خودم رو جدا نگه دارم و نرم توی و نرم توی اون دایره کثیف اینا به نیچر و کمپین دیگه. من خودش کمک بود، خیلی کمک کرد. دیگه باشه سکته میکنه اصلا تموم میشه، اصلا روانی میشه، میره توی تیمارستان یا دائم الخم میشه یا دیپرشن میگیره. ببینم کمپینگ از کجا اومد تو زندگیت؟ برای فناد میگم، بینندگان عزیز که میدونن پویا لایف استایل رو فالو میکنن، پویا میوزیک رو فالو میکنن، اگر که در منزل نیستی با خانواده عزیزت که اینجا سلام بهشون میکنیم، میدونم خیلی عزیزن، قربونت برم، ولی موقعی که سر کار نیستی، در مسافرت یا در یک نوع کمپینگ و نیچر، کمپینگ از کجا اومد؟ آیدیاشو کی داد به پویا؟ آیدیاشو ناخودآگاه تو خودم اومد اصلا. یعنی یوتیوب تماشا میکردی؟ یه شوی تماشا کردی؟ چی شد؟ نه یه روزی خب من از اول از بچگی عاشق دریا بودم، چون بچه بندر انزلی، یعنی میشه مگه تو عاشق دریا نباشی؟ از لحاظ اینکه من عاشق دریا بودم همیشه، حرفی توش نبود، یعنی منو توی آب ول کنید، هفت صبح تا هفت شب من تو آب هستم، شنا میکنم. ولی که برم کوهنوردی و تو جنگل و صحرا و نوردی و نمیدونم تو دشت و بیابون و اینا رو حقیقتا قبلا توش نبودم. این از سال 2016 یا 17 در من رفیقی بود. نه یهو، آره یهو یهو در من، اینه که یهو مثلا مثل یه چجوری بگم، یهو مثل چجوری بگم، مثل یه لکه یهو رو بدنت بیاد بیرون، یا یه چیزی مثل که یهو اصلا این گنچه شکوفا شد در من. آره چه گنچه زیبا. و دیدم که چقدر این حس خوبی به من میده و هی روز به روز و این انرژی رو میتونی ترانسفر کنی. آره. به میلیون ها. آره. انسان. و باورت نمیشه شهرام، باورت نمیشه، اگر من اینجا جلوی دوربین اعتراف بکنم، خیلی ها که منو میشناسن از خانوادم گرفته تا دوستان دور و برم، تا خیلی ها تو شهر میدونن، من الان رسما میتونم بگم اعتیاد پیدا کردم، معتادم به خدا، اعتیاد پیدا کردم، معتادم به این قضیه. یعنی اگر هفته دو سه شب من بیرون توی طبیعت نخوابم و با طبیعت یکی نشم، اصلا نمیتونم این زندگی شهری و آدماش رو تحمل بکنم، چون میبینم، میفهمم و به اصطلاح دایجست کردنش و هضم کردنش برای من سخته، نمیتونم. انشالله که خیلی از ایرانیان که برنامه ها رو میبینن در دنیا، حالا امروز لایو در تلویزیون یا جای دیگه بعداً میبینن، یا در یوتیوب من یا در اینستاگرام خودت، بدونن که لحظات کوتاه، قدرش رو بدونید، اقوامتون و دوستانتون و خانواده اینا رو قدرشون رو بدونید، کمپینگا رو برید و تا اونجایی که میتونید سعی کنید استرستون رو بیارید پایین. این استرس ریلیور خیلی بزرگیه. غذای فیوریت داری؟ زرشپلو با مرغ روزی سه وعده. کمپینگ که میری غذای فیوریت، این استیکی که به ما دادی اون فیوریته؟ چجوری؟ اونم دیگه نه دیگه، یه سری چیزا هست که تو کمپینگ دیگه نمیتونی طبق فیوریت چیه تو توی کمپینگ بهترین چیز استیک، یک گوشت فقط میندازی آره رو آتیش، برنج با چاقو، آره با چاقو میزنی و با یه چنگال توش، اصلا با دست با دست برو تو. و امیدوارم که بیشتر از این شبها در کنار تو ما داشته باشیم. انشالله برنامه ریزی میکنیم حتما. انشالله حالا آلبوم جدید در راه، همینجوری که پویای عزیز خدمت شما بینندگان گفتش، آهنگ های زیادی در راه هستش، آلبوم جدید، ویدیو های بسیار دست پر، انشالله دوباره دو سه ماه دیگه برمیگرده استودیو. مرسی که امروز اومدی. قربونت برم، مرسی از اینکه دعوت شدم در قلب دوست و رفیق قدیمیت جانانی. قربونت برم، خیلی ممنون. نه به عنوان یک برنامه گذار، همیشه دوست بودیم، رفیق بودیم، 100%. و این زیبایی کار انترتینمنت و موزیک بود که ما رو به هم دیگه وصل کرد. 100% از دوست و انسان. 100% هم تشکر از شما، هم از جناب فرزانه دهجوی عزیز که اجازه دادن که جلوی دوربین شبکه خوبشون بتونیم با تو دوست نازنینم و دوستداران شما، برنامه شما، این گفتگو رو، این گپ خودمونی رو داشته باشیم. امیدوارم که پیغامی خداحافظی برای فنهاد، برای دوستدارانت. دوستتون دارم، فرق نمیکنه کجای این دنیا هستید، مهربانی و با محبت بودن یادتون نره، ولی مهمتر از اون آزادی، آزادگی، آزاد بودن، آزاد، آزاده باشید freedom. آره آزاده باشید، متعلق به هیچ کس و هیچ چیزی شما نیستی، شما هر تک نفر برای خودت دولت هستی، برای خودت دینی، مذهبی، خدای خودتی، شما برای خودت همه چی، یک دنیا هستی، متعلق به هیچ کی و هیچ چیزی نیستی، شما آزاده، آزاده باش تا آخرش هم، آزاده باش و برای آزادیت بجنگ و کاری که دوست داری و خوشحالت میکنه و روحت رو سالم نگه میداره، تا زمانی که به کسی
لطمه نزنی و به آبروی کسی لطمه نزنی، لذت ببر، خوش باش، سلامت باش. اجازه خودش دست خودش باشه. دست خودتونه. در هر حال متشکر از بینندگان عزیز. هفته دیگر با ما بودید با هنرمند کشور پویای عزیزم، دوست خوب و صمیمی. با تشکر بسیار از سمیرای عزیز در اتاق فرمان، مدیریتمون آقای فرزان دلجو. من شهرام پیرعلی هستم. برای عزیزانی که دوست دارن پویا لایف استایل، پویا میوزیک یا منو فالو میکنن، شان شهرام پیرعلی فیسبوک و اینستاگرام منه و یوتیوب جدید، همون شان شهرام پیرعلی رو بزنید. برنامه هایی که در تلویزیون میس میکنید، در زمینم بگم میتونید جی ال ویز رو به عنوان مجانی روی تلفوناتون هر کجای دنیا که زندگی میکنید دانلود کنید و برنامه های لایف رو همون موقع در تلویزیون ببینید، ولی برنامه هایی که میس میکنید تا یکی دو هفته بعد در یوتیوب بنده موجود خواهد بود. تا هفته آینده یکایک شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. شب و روزتون خوش. خدا نگهدارتون. میدونستم سر حرفش نمیمونه، لحظه هامو میسوزونه. میدونستم شب عاشق با عذاب، قرص ماهش قرص خوابه، قرص ماهش قرص خوابه. دل تنگم گله کم کن، رو به مرگم کمکم کن، کمکم کن، غمو کم کن. من گناهم سادگی بود، ساده بودم بچگی بود. دل بریدم قد کشیدم، دل بریدم قد کشیدم. ترسم از فردای بی عشق بیدارم امشب، درد من دنیای بی عشق بیمارم امشب. منو این شب، منو این شب.